بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظار شما باشد. امروز 4 دسامبر 2020 هست، فکر کنم 14 آذر ماه 1399. خب در هفته‌ای که گذشت دو تا اتفاق، یا نمیدونم به فوت یا ترور و اینا، ترور میشه بگیم، اتفاقی که نبوده، با برنامه بوده. یکی از دانشمندان اتمی ایران رو ترور کردن و تو ایران هم خیلی وقت رسم شده، هر کسی میره میگن پدر موزیک، پدر اتم، پدر این، پدر اون. خلاصه بی پدری کشیدیم انقدر که همه دنبال پدره. آقای به نام محسن فخریزاده اگه اشتباه نکنم کشته شده. حرف و حکایت های بسیاری در موردش هست و خلاصه و لوری بهتون بگم، این وقتی میگن لوری بگیم یه اعتباریه برای لورها که یعنی راست میگن. ما هم میخوایم امروز استثناءن مثل لورها راست بگیم. همه اینایی که برای شما میان تفسیر میکنن همشون توی اتاقی نشستن. حالا ما یا من که تو آمریکا هستم، آقای شهرام همایون که تو آمریکا هست، احتمالاً اتاقمون بزرگتره، چون اینجا درندشت بوده، خونه ها بزرگتر، اتاق ها بزرگه. اونایی که تو اروپا هستن همه یه مشتی خونه های کوچولو، ببخشید نمیخوام توهین کنم به شما، یا موش، مثل چاله موش یا سوراخ موش هست نشستن اونجا. ولی از ترور فلانی برای شما صحبت میکنم تا درگذشت خواننده خانم رامش، تا فوت آقای محمد ملکی که اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب بوده. اول هی من میگفتم خدایا این دانشگاه تهران که سالهای سال و این سن ایشون قد نمیده که از اون موقع. بعدا معلوم شد اولین رئیس دانشگاه بعد از انقلاب. و این اگه یادتون باشه آقای دکتر محمد ملکی کسی بود که دم زندان می اومد برای خانم نسرین ستوده و اینها تظاهرات میکرد و بعدم جزو 14 امضا کنندگان یا 14 معصوم بود. حالا میخوام از آقای چمنارا بپرسم، خب اینم 14 که شما امید داشتید یکیش رفت، حالا شده 13، عدد 13 هم نحسه. آقای ملکی درگذشتش و اون ترور این فخریزاده به اصطلاح دو تا اخباری بود که خیلی مهم بود. اخبار دیگه‌ای که یا خبر دیگه، اخبار جمعه، خبر دیگه‌ای که در سطر یا در به اصطلاح قسمت بالای خبرها بود، ماجرای انتخابات آمریکا و اینکه با وجودی که امروز 1 ماه و 1 روز، چقدر، 3 نوامبر، امروز 4، 1 ماه و 1 روز گذشته، هنوز ترامپ نیومده مثل یک آدم با شرف، مثل یک انسان فرهیخته بگه من باختم، تلاش کردیم، دوستانی که من رأی دادید امیدوارم باز بتونم در خدمتتون باشم. حالا چه خدمتی کرده تو 4 گذشته من نمیدونم. تا حالا یکی از شما که طرفدار ترامپ هستید یا بودید شهامت، شجاعت نداشتید که بیاین تو برنامه با ما حاضر بشید و بگیم چه کار کرد. یکیش میگه من کاسبم، دکونم واضحه، یکی میگه من نمیدونم فلان، اگه اومدم بیزینسم خراب میشه، بمانه. همش از اون شالاتان. طرفدارانش هم آدم های احساساتی هستن، نمیخوام بگیم نادانن، احساساتی هستن. شما افراد احساساتی رو زودتر میتونید فریب بدید. ببینید یه روز میاد فولادوند فریب میده، یه روز میاد حخا فریب میده، یه روز میاد آقای نمیدونم شهرام همایون پرچم میفروشه، یه روز میاد اون یکی دیگه داروی فلان میفروشه. این از احساساتی ها استفاده میکنه. اینم از این ماجرا. و اما صحبت از آقای شهرام همایون شد. من در 1-2 روز گذشته یه چند تا برنامه رو دوستان هم میفرستن آقا اینو دیدی کولاک بود. یکیش مناظره، ما آخه تفاوت مصاحبه، مناظره، دیبیت، اینترویو اینا رو هم نمیدونیم همینجوری. یکیش مناظره آقای دکتر قاسم شعل سعدی، همشهری بنده، با آقای دکتر یا پروفسور هوشنگ امیر احمدی بود و مجری یا مادریتور این برنامه هم آقای شهرام همایون بود. بعد یکی از اونا همون آقای شعل سعدی صحبت که میکنه میگه آها اینها آقا شهرام همایون هم شاهده.
بعد شهرام آقایان خب چیزی نمیگه، معمولا داره تابلوها رو نگاه میکنه، این چند دلار داد، این چه کار کرد و اینها. بعد میگه هستید یا نیستید؟ بعد بنده خدا دیگه مجبور میشه میگه بله هستم. بعد آقای هوشنگ امیرعمدی میگه آقا شما که قرار نیست شاهد من و اون باشین، شما قرار شده اینجا وقت نگه دارید و به اصطلاح میوندار باشید یا میدوندار باشید. خلاصه بعد میگه نه شما بپرس، من برای شما شهادت میدم. خلاصه و چیز جالبی که من از این برنامه دریافت کردم و فهمیدم این بود که همشون دنبال اعتبار و کردیت هستن. این میخواد بگه من اینو اول درست کردم، اون میخواد بگه من اینو اول درست کردم، و یکی نیست این وسط که بپرسه آقا حالا گیرم که شما درست کردی، خب چه فایده؟ بذارید من اینو با گروپ اشتباه گرفتم، با پیج شیر تو پیج، بله مردم تیوی اونجا بتونید ببینید. گرچه من میبینم همه دوستان روی صفحه شخصی هستن، چون متاسفانه یه اشکال دیگه که تلویزیون های ایرانی دارن، تلویزیون ها به نام صاحبشون شناخته شدن. اون یکی تلویزیون نمیدونم آقای داور بود که خدا بیامرزه رفت، اون یکی تلویزیون شهرام همایونه، این یکی تلویزیون سوربیه. به جای این که بگن این تلویزیون مردم، سوربی هم توش برنامه داره، این تلویزیون کانال یک همایون هم توش برنامه داره. اینم یه روش دیگه غلطی که جا افتاده. و اما برگردیم به ماجرای این مناظره ها، یکی دیگه که باز برای من دیشب فرستادن یک مناظره، نمیدونم اصلا چی اسمشو بذاریم، یه ده نفری رو ردیف کرده بودن. همیشه هم این رکسانا گنجی، من نمیدونم این دیسابیلیتی میگیره، پول بیکاری میگیره، چیه، همش تو این برنامه هست، سر کار نمیره. این که کسی که باباش وزیر بوده و پول مفت گرفته و خونه خریده و اینا که دیگه سر کار نمیره. خلاصه این تو همه برنامه هست. یه ده نفری رو آورده بود آقای همایون، حقیقتا آمریکایی‌ها میگن I felt sorry، یعنی من احساس تأسف کردم برای آقای همایون که چرا اینقدر فشار کاری روش باشه که یه لیست نمی‌نویسه اسامی مهموناشو که این آقای آهنگری از اصطلاح حزب دموکرات ایران، کردستان ایران، اون یکی از حزب کارگران کمونیست فلان اینها، و اسامیشون رو اشتباه میگفت، اسم یکیشون رو گفت، ببخشید من اصلا اسم شما رو یادم رفته، اسمش طرف رو یادش رفته بود. بعد یه جای دیگه معرفی کرد آقای کاوه آهنگری رو به جای آقای جوادی، آقای جوادی. بعد آقای جوادی گفت آقا این که مال کمونیست کارگری نیست، این مال چیه؟ گفت من که گفتم. گفت نه آقا شما اینو نگفتیم، اونو گفت. و از اون برم خانم گنجی که بچه چی میگفتن اون وقتا، این به اصطلاح مرتاز، بچه مرتاز نه، اون چی میگن، یه چیزی هم داشتیم انتر رو نمیدونم، لوتی و انترش، خانم رکسانا هم به عنوان انتر مجلس به چیز گفت آقا نذاشتی آقای جوادی صحبت کنه. آقای همایون گفت آقای جوادی صحبت کرده. خلاصه ولی یه نکته خیلی مهمی من توش دیدم که شاید از این من استفاده کنم و شاید امسال سال 2020 که خیلی سال بدی بوده، البته یه نفر گفت چرا میگین سال بدی بوده، یه سالی رو که شما میگید خوب بوده اونو بیارید، اتفاقایی که توش افتاده اونم برای یه عده بد بوده. و بعضی ها میگن ما بی‌صبرانه منتظریم که این سال 2020 تموم بشه، فکر میکنن 2020 دسامبر که تموم شد، ژانویه 2021 که اومد همه چیز درست میشه. اینجوری نیست که، و اونم مشکلات خودش رو با خودش خواهد آورد. ولی من فکر کردم، من تقریبا 22 ساله از سال 1998، ولی به طور رسمی از سال 2000 توی تلویزیون ها کار کردم، 3 سال با تلویزیون ها و رادیوهای مختلف کار کردم. سال 2003 اولین تلویزیون اینترنتی که همین مردم تیوی باشه رو تأسیس کردم. و بله بچه مرشد، خیلی ممنون مرشد، و میگه که با سلام مق بچه، که البته بی ادبی هست کمی، بچه مرشد هم هست. خیلی ممنون آقای محمدی عزیز. بله آقای اکبری زودتر نوشتن، یه دقیقه یه دقیقه، خیلی ممنون آقای اکبری.
این ماجرایی که مثلا من یا دیگران سر یک کلمه گیر میکنیم، دوستان خیلی مته به خشخاش نذارید، خیلی ملا قلمی نباشید، خودتون هنوز جایی صحبت نکردید که 10 دقیقه که حرف میزنید اسم و فامیل خودتونم یادتون بره. یا یکی میگه آقا شما اهل کجا هستی، یه دفعه میگی مثلا من اهل تهرونم، حالا اهل شیراز هستی اشتباهی میگی. من یادمه دانشجو بودیم با داداشم رفتم تهرون که بریم توی امتحان یا تکنیکوم نفیسی بود فکر کنم با ایشون تو تکنیکوم نفیسی، چون برای اعزام قبلا رفته بودم اون موقع دانشجو نبودم، و شرکت کنیم توی اون مسافرخونه، هتل که ما پول نداشتیم، توی اون مسافرخونه فرمی رو که گذاشتن جلو من پر کنم نوشته بود در معیت چه کسی هستید. من معیت نمیدونستم یعنی چی، بعد به آقای گفتم این چی نوشته در معیت کی هستین، گفت که همراه کی هستی. من نوشتم پدرم، من با داداشم بودم، البته خب داداش بزرگ ما چون پدر ما همیشه در مسافرت بوده، ما یه جورایی هم به اصطلاح با آقای سربی بزرگ این دین پدری رو داریم. البته اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم پدر خیلی خوبی نبوده، چون خیلی خودخواهه و اب نداره دیگه، حالا دیکتاتور هم بوده. میگه سربی بهترین نکته را گفتید، از این مناظره ها یا مصاحبه ها ما کم کم یاد میگیریم، چندان بی ضرر نیست چون از اشتباهات یاد میگیریم. بله، من یاد گرفتم که منم مثل آقای شهرام همایون یه برنامه بذارم و بگم توی این برنامه اگر $1,000 $500 $5,000 $500,000 هرچی جمع نشد، آقا من میبندم میرم دنبال کار زندگی. آقای همایون یکی از برنامه ها رو وقت شروع کرد روی 6,000 خورده ای بود، گفت که دوستان این سکه ها دونه $500، این استیکر ها دونه $100، اینجا نمیدونم کلیک بزنی $50، اونجا بگی سلام $25 فلان اینا، و تا آخر این برنامه اگه این $6,100 رسید به صفر من برنامه میذارم، اگر نشد من دیگه برنامه نمیذارم و این دفعه هم خواهید دید. این تهدید نیست، خیلی جالبه، حالتش حالت تهدید بود، ولی این تهدید نیست، ولی این میخوام اقلا خودم بفهمم کجای کار قرار دارم. کاملا درست میگه. و خب فوری هم آمدن این آقای امیر ما هستیم، اون نمیدونم خانم ما نیستیم، اون خانم رکسانا $100 $50 $500 چیز کردن، باز این اومد. از اینایی که اینا هی میگن ما میریم دیگه نمیایم، ما آقا چشم و گوشمون پر شده، بارها دیدیم و این رسمه. اگه نگاه کنید آمریکا هم هنرپیشه ها، خواننده ها، بعضی از مشاغل، حتی اینجا یه چیزی هست لیدو پیتزا، مثل که 60 ساله بوده، هفته پیش همه رادیو ها میگفتن داره میبنده، امروز روز آخرشه، خوب که همه رفتن اوردر دادن اینا، گفت نه میبنده که تعمیر کنه دوباره باز میکنه. سلین دیان 100 بار بازنشست شده، اون خواننده های دیگه 100 بار بازنشست شدن میرن. آقای ابی خودمون ماشاءالله چند بار بازنشست شده، بعضی ها هستن دیگه نشستشون باز میشه واقعا میرن دنبال زندگی، بعضی ها وقتی میرن میبینن آقا حالا که بیکار شدن چه کار کنن، با خانمش هر روز دعوا، بلند میشه برمیگرده میاد. دیروز داشتم یه رادیوی رو گوش میدادم، اگر آقای هاوارد استرن رو نمیشناسید گوگل کنید، حتما تو یوتیوب و اینترنت و اینا هست، تو رادیوهای سیریوس یا رادیو ساتلایتی هم هست، و این اولی که میخواین گوش بدین دارم بهتون هشدار میدم، یه هفتهی باید عادت کنید به شخصیتش، به راستگو بودنش، به این که حتی از توالتی که رفته براتون تعریف میکنه و فلان اینا، بعدن توی حرفایی که میزنه شما میبینید ای داد بیداد شما مثل این فکر میکنید، ولی شما شامت و شجاعت گفتنشو بلد نیستید یا بازگو کردنشو بلد نیستید، و اون داره میگه پولم میگیره، نمیدونم 500 میلیون و فلان اینا. داشت راجع به این واکسن صحبت میکرد که این واکسنی که آمده، چون حرفایی که در موردش میزنن ضد و نقیض هست، انگلستان هم با عجله این رو تایید کرده، خیلی مورد اطمینان نیست، تا یه عده بزنن ببینیم چی میشه، هنوز به بچه ها که نزدن. میدونید واکسن یکی از چیزهای مهمش اینه که به بچه ها میزنن که در آینده نگیرن، از واکسن فلج گرفته، واکسن سرخه کنم نمیدونم این چیزها گرفته، ولی این هنوز رو بچه ها آزمایش نکردن، چون این کرونا رو فکر میکردن که بچه ها اصلا نمیگیرن، بعد دیدن اگه بگیرن هم بعضی وقتا بدونی که بفهمن رد میشه میره و هیچ خبری نیست. در اصل این میگفت من صبر میکنم تا
حکومت بایدن بیاد، اقلا تو حکومت بایدن ما اگر 10 تا خبر اینا میگن 8 تاش درسته، 2 تاش دروغه، ولی تو این حکومت این شالاتان 10 تا اگه میگه 12 تاش دروغه. بگذاریم، منم فکر میکنم باید کمی صبر کنیم. این عجله‌ای که ترامپ شارلاتان گفت هفته آینده اگه بشه واکسن رو بیارید و اینا، این همش داره زور میزنه که بگه واکسن ترامپه، در صورتی که ما هیچ چیزی به غیر از ویروس ترامپ نداشتیم. ویروس ترامپ، ویروس خانوادهش. یک عکسی بهتون نشون میدم در قسمت عکس ها، میگه دقت کنید طرف دارای ترامپ. مگه این همش نمیگفت بچه بایدن، بچه بایدن، بچه بایدن تا قبل از انتخابات، دزده، وطن فروش، فلان. حالا چرا نگران بچه های خودشه و میخواد برای اونا عفو بگیره؟ من میگم عفو عمومی، منظور من از عفو عمومی این نیست به همه عفو بدن، منظورم اینه که برای همه کارهای غیرقانونیشون میخواد عفوشون کنه، هم اونا رو عفو کنه ببخشه، هم خودش رو. خب تو که بارها میگفتی کسی که اینجوره تیک فیفت نمیکنه، کسی که اینجوره از دادگاه نمیترسه، کسی که بیگناه کارش نمیدونه حسابش پاکه، فلان، مردک تو که خراب کردی. در هر صورت باید تا 20 ژانویه صبر کنیم ببینیم چی میشه. ولی هشدار، این کسی رو که هی میگفت هیلری رو بندازین زندان، لاکر اپ، اون افسر دیوونه ای که ترامپ باید چیز به این اوباما به این گفته بود این خطرناکه، این میره با خارجی ها معامله میکنه، با ترکیه، با این، با اون، اینو استخدام نکن. این احمق شارلاتان روز اول آوردش سر کار، حتی قبل از استخدامش این ورور ازش استفاده تبلیغاتی میکرد و خلاصه اون رو بخشید. تا بخشید آمده بهش میگه آقای ترامپ شما که شارلاتانی هست، اینجوری نمیگه، بذار اونجوری که گفت نقل قول، وقتی نقل قول میکنیم دیگه نباید اضافه کنیم. به ترامپ پیشنهاد کرده شما بیا لیمیتد مارشال لا، مارشال لا یعنی حکومت نظامی، لیمیتد یعنی محدود، یک حکومت نظامی محدودی بذار، بعد سسپند کانستیتوشن، قانون اساسی رو معلق نگه دار و بیا دوباره ریووت، البته این اشته ریووت باید بنویسه ری الیکشن، بیا دوباره انتخابات برپا کن. من اتفاقا آقای مختار امروز یه چیزی نوشته بود، نوشتم که ترامپ الان دیگه آخرین تیر در کمانش این ماجرای حکومت نظامی و اینها هست که بارها هم گفته که مایل هست همچین کاری انجام بده. حالا ببینیم چه خواهد کرد. اگر دقت کنین اون روزای همین یکی دو ماه آخری، مخصوصا کسایی رو که به اصطلاح اخراج کرده، جابجا کرده، این مهره‌هایی بودن که به جاشون مهره‌هایی را آورده که اگه خواست حکومت نظامی را بندازه اونا باهاش همکاری کنه. بله، پاردن به فارسی میشه عفو ملوکانه، ولی خب ما توی ایرانی هم توی انگلیسی مثلا داریم راه میریم میگیم پاردن می، یعنی عفو ملوکانه، یعنی ببخشید، میشه ببخشید. فکر نمی‌کنم چیزی به عنوان ملوکانه ما داشته باشیم تو فارسی. البته راه درست میکنن میگن شاهراه، نمیدونم اینجا دیدی میگه فری وی، یا تو ایران شنیدم الان بزرگ راه استفاده میکنن که از قدیم هم بود. بعضی از این ترجمه ها رو خیلی دل نبندید. خمینی گفت چی؟ به آن دل نبندید که شما را انسان میکنیم، آدم میکنیم. خیلی کارهای دیگه هم سرتون میاریم. و اما دوستان، شما هیچ وقت فکر کردید که این حکومت ترکیه که اینقدر به این و اون لگد میندازه و تیسکلنگ و مشت و اینها، چرا هیچ کسی حرف این که ما میخوایم سرنگونش کنیم نیست؟ چرا هیچ کسی نمیگه ما میخوایم تحریمش کنیم نیست؟ یک فیلمی رو دیدم، یه آقای ایرانی خیلی قشنگ صحبت میکرد، گفت ترکیه یه جورایی چون اینوستور یعنی سرمایه گذاران خارجی توش زیاد هستن، پس لزومن بانک‌های خارجی هم اونجا هستن، شرکت‌های خارجی هم اونجا هستن، وجود این شرکت‌های خارجی، وجود این سرمایه‌گذارا باعث میشه یک ساحل امنی باشه. یادتونه سال 2004 رفسنجانی آمد گفت آقا ما اشتباه کردیم، طرف میخواست بره دریا، گرفتیم شلاقش زدیم، اون عرق میخواد، برگردین بیاین پولاتونو بیارید اینجا. ببینید این آخوندها چقدر باهوش و
زیرک و موزی و پدرسوخته هستن، چون اگه با آخوند گفتیم باهوشی میگن آقا فقط آرزا شاه باهوش بود، اگه گفتیم زیرک میگن نه آقا، آقا موزی و پدرسوخته هستن. موزی و پدرسوخته از باهوش و زیرک دو پله باهوشتره، شما متوجه نیستی. اون موقع رفسنجانی به این فکر بود که یه از سری افرادی رو از خارج بیاره اونجا، اولا اینا جامعه رو تغییر بدن، بعد سرمایه گذاری کنن، بعد به دلیل سرمایه های اینا، به دلیل ارتباطات اینا با خارج، ایران یه مقداری امن بشه، هر کی از راه رسید اجازه نداشته باشه بره اینو نمیدونم ترور کنه، بره اونو بزنه و الی آخر. شما ماجراهای لبنان و اسرائیل و سوریه و اینا نگاه کنید، اسرائیل با هلیکوپتر میره تو خیابونا تو کوچه های فلان، تق 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 از اون بالا میزنه، بعد میگن آقا این داشته میرفته عروسی، میگه من کاری ندارم داشته میرفته عروسی، این رئیس نمیدونم حزب فلانه، ما باید بزنیمش. از این اتفاقا اون موقع نمیافتاد، یادتون باز باشه. همین هاشمی رفسنجانی، یا حالا که مرده همان هاشمی رفسنجانی بود که روحانی اینا براش کار میکردن و اینا با اسرائیلیا و با آمریکایی‌ها، آقای محبی دوست خوبمون، آقای فلا از فروشگاه خوب مشحسن که تبلیغم نمیدی، اینا از اون زمان با اسرائیل و آمریکا بودن. اگه شما نمیری اینا رو در بیاری بخونی، دلیل نداره که اینا نبودن با اونها. یه نگاهی بندازید به این تاریخ 40 ساله اخیر، میبینید سالهایی که جمهوری خواها به یعنی آمریکا حکومت میکردن بیشتر از سالهایی که دموکرات ها حکومت میکردن. و چرا آمریکا باز جمهوری خواهاش نتونستن پدر آخوندار در بیارن؟ برای که جمهوری خواهی میخواد آقا من دیروز رفتم پنسیلوانیا بنزین زدم 1.80، به قول خوزستانی ها خدا رو کولت 1.80، 1.80 من سالای 90 بود، کی بود این میزدم؟ مگه مرض داره بیاد ایرانو از دست آخوند بگیره بده دست شما که آدم خوبی هستی، بنزینو بدی به اینا گالانی 5 دلار؟ ترکیه پایگاه و سکوی پرتاب موشک های ناتو آنجاست که به روسیه نشانه گرفته شده است. تنها دلیلش این نمیتونه باشه، من برای شما اون ویدیو رو میفرستم، این موشک و جنگ و اینها مال قرن 20 و 19 بود، تموم شد رفت. قرن 21 الان احتیاج ندارن، اگه کسی بخواد روسیه رو داغون کنه با همین اینترنت و اینا میزنه داغون میکنه. این هم که میبینی ترور میکنن همین اسرائیل و مجاهدین و خود حتی داخل ایران یه مش عقب افتاده هستن که هنوز فکر کنن با چاقو و قمه و ترور و اسلحه میتونن دنیا رو بچرخونن و نمیدونن که تو که امروز اینو میکشی، فردا میشینی سر کار، اگه این ماشین ضد گلوله داشته باشه تو باید ماشین ضد گلوله تو خیابون ضد گلوله بری، بعد اگه این اسلحهش این بوده تو باید اسلحه بزرگتر داشته باشه. خب این چه زندگی خاک بر سر. برگردیم به این قتل یا ترور آقای فخری زاده. اصلا این آقای مجتبی واحدی که ماشاءالله این بنده خدا سر کارم هست، یه مغازه UPS داره و همش گرفتار شبا، فکر کنم خسته میاد، دیدید چشاش هم بعض وقتا واقعا خسته است، میشینه یه ویدیوی پر میکنه همون در حین روز وقتی مشتری نیست اینترنت رو نگاه میکنه، بعد شب میاد با یک آب و تابی صحبت میکنه. از بس هم ما بهش گفتیم آقا یواشتر صحبت کن، الان آهسته تر صحبت میکنه، بهتر شده فهم مطالبش. و شما فکر میکنی این هنوزم با آقای کروبی هست، هنوزم تو دستگاه حکومتی هست و الی آخر. ایشون که نوشته بود اصلا، ولی خیلی جالب، اولا این فخری زاده گفتم پدر اتم، فردا طرف نوشته بود آقا این اصلا بسیجیه، این سواد نداره، دیپلم هم نداره. اون یکی حالا دیگه آقای مجتبی واحدی فکر کنم نوشته این با یه زنی بوده، حتی محافظاش هم با خودش نبرده. داستانایی که ما شنیدیم این بوده که وقتی تیراندازی شده این فکر کرده ماشینش یه طور شده، حالا چجوری خودش راننده بوده اومده پایین اونا زدنش، که بعد طرف میگفت اگه نزده بودن، اگه نیامده بود پایین، اگه شلیک هم میکردن اینجوری به اصطلاح زخمی میشد، کشته نمیشد. بعد اون آقای شمخانی هم که گفت ما اصلا میدونستیم اینو کجا میخوان بزنن، کی میزنن. طرف باید اینو بگیری بگه آقا تو که میدونستی مسئول کاری هستی یا نه، چرا کاری انجام ندادی؟ اگه مسئول کاری، شما میدونید تو آمریکا اگه من به شما بگم من امروز بعد از ظهر میخوام برم سعیدو بکشم، شما وظیفه داری به پلیس خبر بدی،
نه فقط پلیس اینجا، حتی به پلیس کالیفرنیا بگید که سوربی میخواد بره سعید بکشه. اگر شما نگید معلوم بشه من برم اونجا سعیدم کاراته بلد باشه بزنه منو داغون کنه منو بگیرن ببرن اونجا، بعد یکی هم بیاد بگه من میدونستم، اینو به عنوان مسبب نمیدونم میگن یا کمک تسلیحات میگن، تسلیحات که اسلحه هم کاری که یعنی آسونش کرده، اونو میگیرن شما رو، وظیفه داری. این آقای شمخانی میاد راست راست وایساده، اون مرده که قالیباف کیه که میگه اینها وقتی پشیمان میشن، مال کجاست قالیباف؟ خب دیگه اصلا از فامیل معلومه وقتی قالیبافی، مال دهاتی، هیچ اشکالی نداره دهات باشه، ولی حالا که اومدی تو مجلس داریم حرف میزنی یه چیزایی رو دیگه باید مجلسی حرف بزنی. اینها وقتی پشیمان میشن که ما بریم بزنیمشون. آخه پدر سگ، تو اگه میتونستی کسی رو بزنی این همه نمیگفتی، میرفتی میزدی، بعدی که میزدی میگفتی ما بودیم، یا تازه اونی که میزنه بعدم نمیگه ما بودیم. من نمیدونم اینا چه احمقای هستن. لطفاً برو اکبری را بکش، اروپا راحت میشه. دیدم یه جای اکبری یه عکسی گذاشته از شاه و دوتا بچهش تو استبل، بعد شما نوشته بودی یا یکی دیگه فکر کنم شما نوشته بودی که اینا که شکل بچهش نیستن، گفته بود خب شما هم شکل بچگیات نیستی. من میگم کاش که شاه این بچه ها رو گذاشته بود تو استبل با اسب بازی کنن، خیلی بهتر از این بود که زیر دست فرای پهلوی پرورش پیدا کردن. اینجوری دوتاشون، یکیش دوتاشون خودکشی کردن، این یکی هم که از مرده بدتره، حالا اون یکی دیگه هم که عکساشو ببینید از مادره پیرتر و اینا. خودکار قرمز رو در میارم، جلسه رسمی شد. یه فیلمی دیدم برگه بدون نام، اگه اشتباه نکنم یه کسی بزنه لینکشو بفرسه، عجب فیلمیه که بعضی وقتا بچه ها صادقانه چجوری میافتن توی یک به اصطلاح درد سری که هم برای خودشون هم برای خانوادهشون اینا دردسر درست میکنن. الان فیلمه رو نمیگم تا اون حال هواش از بین ببرم، برگه بدون نام. حالا این خودکار رو درآوردم، یاد اون افتادم. و اما آقای عباس سعیدی اون ماه که نیومد، این ماه هم هی حالا این هفته میاد اون هفته میاد. من صبح که آمدم پیام گرفتم دیدم ایشون نوشته بود ما امروز هستیم یا نیستیم، نگذارید اون روز آخر. مخصوصا شما و من که اختلاف زمان داریم، شما واشنگتن استیت هستی 3 ساعت از ما جوانتری، ما اینجا هستیم و اینها. یه روز دو روز قبلش، حتی در برنامه قبلی که برنامه بسیار خوبی بود، دیدنش رو به شما پیشنهاد میکنم، یا یه کسی اگر لینک اون برنامه رو از تو فیسبوک ورداره اینجا تو کامنت بنویسه که اگه تو فیسبوک باشه میتونه پیداش کنه. با آقای عیسی آزاده بودیم در رابطه با مجاهدین و اینها. توی اون برنامه هم آقای بیت مشعل گفت که این عکسایی که نشون میدید اگه اسمشو بنویسید یا همزمان با این اسمی که آقای آزاده میگه نشون بدید. من گفتم والا دروغ چرا؟ ملا نصرالدین یه شب خوابیده بود پشت بام و غلطید، افتاد پایین، مردم همسایه ها جمع شدن اینها، گفتن چی شد و اینها. ملا نصرالدین گفت والا دروغ چرا، منم الان رسیدم. گفتم من امروز صبح 1 ساعت قبل از برنامه این عکسا رو دیدم، خیلی هم خوب بوده که تونستم، چون سعید کمک اون کرده بود ما این چیه سنیپر که بذارینم اسمش اینجا سنیپینگ رو یاد گرفتیم، با وجود که تو همه کامپیوتر ها هست، با اون این اکس ها رو گذاشتم. چون بعضی از اکس ها رو شما وقتی میفرسی تو سیستم ما، گفتم بهتون فرمتش ممکنه کار نکنه. برگردیم با آقای عباس سعیدی که ایشون متریالیست بودن یا هستن هنوزم اینها. خیلی ممنون این فیلم رو گذاشتید شما، بله برگه بدون نام، حتما این فیلم رو نگاه کنید. و اگه دوست داشتید روی شماره تلفن ما یا روی همین فیسبوک برای من یه پیام بفرستید، نظرتون رو بگید، هفته آینده در موردش صحبت میکنیم. من فیلمایی که میبینم ارزش دیدن داره به دوستان دیگه پیشنهاد میکنم، ولی یادتون باشه در آخر این ماجراهای فیلم و اینا نظرات فرق میکنه. یه نفر یه فیلمی رو میبینه میگه آقا عجب فیلمی بود، یه نفر یه فیلمی رو میبینه میگه آقا عجب مزخرف بود، دوتاش عجبش رو میگه، اون از خوبی میگه اون از مزخرفی. یه فیلم دیگه هست به نام روبا، سعی جان این رو لطف کن پیدا کن بذار اینجا، و این داستان نیسان آبی، داستان اینایی که با قیمتهای خیلی ارزون استخدام اسرائیل میشن، داستان این که آخوند احمق جوانها رو انقدر ناراضی، انقدر همه رو مشتاق خارج،
کرده که اینا با قیمت های کمی حاضرن حتی به اصطلاح بیان کارهای خیلی بزرگی که مثل وطن فروشی و خیانت و اینها حساب میشه، جاسوسی اینها انجام بدن، حتی این ترور و کشت و کشتار. این فیلم روباه رو هم ببینید که چگونه یه آدم خیلی معمولی، چون اولش اینجوری شروع میشه، این آقای با موتورسیکلت نامزدش رو میرسونه در آپارتمان، بعد میره و ببینید چه ماجرایی میشه. ولی جالب بود که این فیلم رو هر وقت ساختن توش هم ماجرای نیسان آبی هست، هم ماجرای اسرائیل هست، هم ماجرای وزارت اطلاعات. ولی این وزارت اطلاعات، اینم اگه خواستید هفته آینده یه ساعتی من برنامه اضافه بذارم اگه کسی حمایت کنه، در این مورد فیلم ها بشینیم صحبت کنیم. ما هرچی گفتیم از آقای مختار گرفته تا آقای اکبری و اینا، که کسی نمیخوام بگم مرد میدون، اینم خیلی چیز بدیه که ما هر چیز رو میخوایم بگیم خوبه، میگیم مردانگی میکنی این کارو، یا تو اگه مردی این کارو کن. بابا ما مردا چه غلطی کردیم؟ خانم ها خیلی وضعشون بهتر از ما هست، سابقه تاریخیشون بهتر از ما هست، ولی نداریم چیز دیگه. من حالا مثلا به جای مرد میدون بگم چی؟ کسی حاضر نشد بیاد این کارو انجام بده، ما خودمون بیان، ولی یه کسی حمایت کنه. حالا همین روش آقای شهرام همایون اجرا میکنیم آخر این برنامه، و اگر کسی پول داد، $100، $50 اینها، ما هم میایم راجع به موضوعات دیگه صحبت میکنیم. این سیاست و جنبشا و راه سوم و حزب دموکرات فلان، آقا 16 نفر اومدن به اصطلاح اسم سازماناشون دهن پر کن، یه تریلی میخواد که اسمو بکشه، ازش اگه بپرسی چند نفر هستید میگه ما که نمیتونیم تعداد نفراتونو بگیم. کاملا درسته، ما هم میدونیم شما نمیتونید بگید، برای که هیچ کس نیست. حتی اگه روزی که درستش کردی با زنت بودی، امروز دیگه زنت هم سر همون ماجرا ازت طلاق گرفته، هیچ کس نیست تو این سازمان ها، طرف خودش هست و حوزش، الان دیگه حوز هم نیست، خودش هست و عکسش تو آینه، هی حزب دموکرات فلان، حزب دموکرات فلان، حزب کمونیست کارگری. طرف قیافش رو نگاه کنید آقای جوادی، این عینک گرد، این گیس بلند، یک کارگر این شکلی به من نشون بدید. از این سوال کنید آقا شما در عمرت چند روز کار کردی؟ اگه کار کرده بودی که دکتر نمیشدی، و دکتر چی هستی؟ و شما میخوای حزب کمونیست کارگری چه حکومتی رو راه بندازه؟ یه دیوونه داشتیم اینجا، سعید چی بود اسمش؟ اسمشون هم یادم رفته، سعید، این آقای فضایل عزیزان اگه بود مینوش اینا رو، اونم با همسرش میمد که حالا اون اول همسر اولش گویا بود، حالا همسر دوم سوم داره، میمد میشنه سعید صالحی، بله خودش هست و سایش، این که ماجراشو میدونی، میگه ما رفتیم، میگه آقا شما که یه نفری، میگه بابا من خودم هستم و سایم فلانم هست و فلان، چهار نفری یا چهار تا حساب میشیم، بله خودش هست و سایش. باور کنید سایه اینها هم از اینا دوری میکنن، حاضر نیستن همراه اینا یا را برن، چون بابا دیگه سایه آدم هم از آدم خسته میشه، این همه دروغ، این همه پوز دادن، این همه قولای تو خالی و اینها. این ماجرای آقای حسن، آقای عباس سعیدی و اختلاف زمان، اختلاف مکان. حالا اختلاف مکان رو منظورم این نیست که ایشون اون ور آمریکا است، من این ور آمریکا هستم، منظور اینه که من تو اسکایپ برای ایشون پیام میدم، ایشون توی فیسبوک جواب میده، من توی تلفن معمولی برای ایشون پیام میذارم، ایشون توی تلفن گوگل برامون پیام میذاره. خلاصه روزگار غریبی است نازنین. این از این. دکتر ملکی هم رفت راحت شد، گفت خوش آنان که با عزت به گیتی یا زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتن. فکر کنم با عزت به گیتی یا با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتن، اینو گلپا خیلی قشنگ میخونه، نمیدونم شاعرش کی هست. و اما اجازه بدید من یه تشکری داشته باشم از آقای مهدی نوروزی، میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. بعضی ها میگه عیب می جمله بگفتی، که فکر کنم اما عیب می درست داره، عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، اینو حافظ گفته، همون جوری که ما هفته قبل
یه ساعت بهشون قهر زدیم آقا چرا ایمیل دراز میفرسی، چرا اینجوری، مگه من منشی شما هستم، هم بخونم هم برم برات نامه نگاری کنم اینا. ایشون نوشته که آقا شما درست میگی، من اشتباه کردم و من هدفم این نبوده که اینو اینجوری برای شما بفرستم. اون زیرم که قاطی نوشته بود زبان نمیدونم چیز و اینها، اونم قرار نبوده به اصطلاح تو ایمیل بیاد. پس ضمن این که از ایشون تشکر میکنم که اشتباه خودش رو متوجه شده و اذعان به اشتباه میکنه، قبول داره که اشتباه میکنه، چون اگه قبول کنیم رفت میشه، یاد میگیریم درست میشه، تموم میشه، مثل تیکت که میگیریم. آقا ما این پشت یه تیکت گرفتیم، هر وقت از اونجا رد میشیم اصلا قیافه افسره و پوتینش و لباس پوشیدنش هم یادمونه. بشر اینجوریه. این دلیل میشه که شما ایمیل دفعه دیگه که برای یکی میخوای بفرسی یه نگاهی بندازی ببینی چی داره میره. اینجا بعضی از ایمیل ها هست، فکر کنم جیمیل این کار انجام میده، وقتی شما یه ایمیلی رو میفرسی یکم وقت داری اونو انسند کنی، یعنی اگه فرستادیش بگی اشتباه کردم برش گردونی، چقدر نمیدونم چند دقیقه چند وقت و اینا، اونا رو خودتون نگاه کنی. در صورت آقای مهدی نوروزی شماره تلفن آقای ارشاد رو خواستن. ببینید دوست عزیز، وقتی یه برنامه رو شما تماشا میکنید، وظیفه شما به عنوان تماشاچی اینه که اگه میخواین با اون برنامه تماس بگیرید، من دارم دنبال شماره تلفن آقای ارشاد میگردم که بذارم اینجا، یه کاغذ و قلم بیارید، شماره تلفن طرف رو یادداشت کنید، باهاش زنگ بزنید، تماس بگیرید، باهاش صحبت کنید، نه اینکه به مجری اون برنامه زنگ بزنید آقا این کی بود، مهمون شما بود، آقا این بود این بود این بود، نه آقا اونا رو نمیگم، یکی بود اینجوری بود اونجوری بود، آها اونو میگی، اوکی شماره تلفنش چند بود، اینه، ای بابا این شماره تلفنش مال ایرانه، من آقا کلی پول خرج کنم، میشه بهش بگی به من زنگ بزنه؟ این کارا رو بذارید کنار، یه چیز یاد بگیریم. یه برنامه رو من میبینم، من مثلا با آقای شهرامیون برنامه‌اش که دیدم میخوام زنگ بزنم، حالا اگه اون تلفن 818 باشه که پول جمع میکنه و اینا، خب مجبوریم یه 10-20 دلاری هم بدیم دیگه، حالا شب عید ارمنیاس یا آسوریا، تو برنامه قبلی ما گفتیم ارمنی و آسوری، یکی گفت فلانی ارمنی نیست آسوریه، برایش گفتم آقا ما مسلمونا اصلا نمیفهمیم ارمنی چیه، آسوری چیه، مسیحی چیه، بپتیست او یکی چیه، بگید پروتستان چیه، نمیدونم فلان چیه، ما همه رو میگیم مسیحی، بعضی ها که اصلا یه چیز دیگه هم میگن. بعد مثل دیدید مثلا آمریکایی‌ها فکر کنن همه ما مال یه جا هستیم، همه اون یه شکلیم، ما فکر میکنیم این کره‌ای ها، چینی ها، ژاپنی ها، ویتنامی ها، اینا همه مال یه جا هستن، یه شکل هستن. در صورت این مشکلات هم هست، فقط افرادی اینا رو تشخیص میدن که بیشتر با مردم گشته باشن، یعنی نگاه میکنه به چهره یک کره‌ای، میبینی اینا صورتشون مثل بشقابه، گرده، مال یه ویتنامی نگاه میکنه میبینه ویتنامی صورتشون یه کمی چروک تیستره، اینجوریه، چاینیز نگاه میکنه اونجوریه، ژاپنی نگاه میکنه اونجوریه. و قسم این ماجرای آقای حسن ارشاد، من شمار تلفنش یه بار نشون میدم برای اونایی که میخوان با ایشون تماس بگیرن. دلیلی هم که نشون میدم چون در دو سه هفته گذشته برنامه‌های آقای حسن ارشاد مشکل براشون پیش آورده بودن توی یوتیوب و ایشون مجبور بود از فیسبوک بفرسه، به همین خاطر شما اینا رو پیدا کنید و یاد بگیرید که اگر سوربی امروز توی فیسبوک نیست، مثل سعید برید مردم تیوی دات کام رو نگاه کنید، برید تویچ رو نگاه کنید، برید این ور برید اون ور پیداش کنید، یا اینکه انقدر براتون مهم نیست دیگه، خب مهم نیست دیگه، من نمیدونم، من اونایی که برام مهمه یه جا میگردم پیداشون میکنم. بالاخره نمیدونم کلمه کوست یا جستجو رو میشه اینجا چیز کنیم، میگیم جوینده یابنده است، اونی که میره دنبالش جستجو میکنه پیداش میکنه. و اما آقای حسن ارشاد برنامه شماره 295، اگه بشه من یه روز با ایشون صحبت کنم، چون یه ماجرای براش پیش اومده بود، میخوام با اجازه خودش اگه خواست در اون مورد صحبت کنه، ولی نشده. دیروز ایشون برای من ویدیو فرستاده، من پنسیلوانیا بودم، امروز من گرفتم، اشکال داشته، فیسبوک دانلود نکرده، با یوتیوب فرستاده و اینها.
امروز برنامه شماره 295 شون که ساعت 4 بعد از ظهر وقت واشنگتن و 1 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا پخش میشه، نقد رساله مدنیه عبدالبها هست. من پیشنهاد کنم ببینید، من صبح نگاه کردم، به نظرم برنامه جالبی آمد. درباره عکس، درباره ترامپ و بچه هاش صحبت کردیم. اجازه بدیم من این عکس رو به شما نشون بدم. عکس ها بیایید، کجایید کجایید، نیو فولدر نه، تودی و تاریخ گذاشتم. کل شما این مشکل رو دارید، بعض وقتا روی دسکتاپتون کامپیوتر یه فولدری غیب میشه. اگه این اتفاق افتاد، با ماوستون رایت کلیک کنید. وقتی میگن رایت کلیک، منظورشون اینه اون کلیکی که همیشه میکنید؟ نه، به خاطر همین دیگه به اون نمیگن لفت کلیک، لفت کلیک. به این یکی چون استثنان حالا باید رایت کلیک کنید، میگن رایت کلیک کنید و بزنید ریفرش. حالا میخوایم من این صفحه رو نشون میدم بهتون کلن، که یه چیزی هم یاد بگیریم. ما که از برنامه تلویزیونی چیزی یاد نمیگیریم، همش میایم اول که میایم یکم گیجیم، بعد که اونا میرن ببینیم خیلی بیشتر گیج شدیم. ببینید الان من این صفحه تودی رو نمیتونستم پیدا کنم، میام با ماوس اینجا میزنم رایت کلیک، بعد میبینید ریفرش. ریفرش که میکنی صفحه جدید میشه، اون وقت میاد. حالا آمد و میریم سراغ اون. بله، تودی 12 همو به اصطلاح 4/12. این آمریکایی هم برج 12 و اینا رو از این ور از اون ور میسن، بعضی وقتا ما رو گیج میکنن. بذارید ببینم کدومش بود که راجب ترامپ میگه. بله اینه، ترامپ بیفور الیکشن نشون نمیده. میبینید فرمت های مختلف میگن، مثلا پی ان جی رو بعضی از اینا نشون نمیدن، باید بیای عکسش شما بگیری بهش نشون بدی. اینجا کپچر و عکس هم میایم کپچر سلکت ایریا اینجوری. و دوستان این برنامه که من استفاده میکنم، اگه خواستید ما میتونیم براتون نصب کنید، به جای $1000 حدود $300-400 ازتون بگیریم. اینجا نوشته که ترامپ قبل از انتخابات هی میگفت بچه بایدن، هانتر هانتر هانتر، این اسم پسر بایدن، این یکی که زنده است اسمش هانتره. حالا کلمش معنی شکارچیه، ناراحت نباشید. اینجا اسم بچهشو میذاره ولف، گرگ. داشتیم تو ایران هم گرگلی، یا در صورت نوشته ترامپ قبل از انتخابات هی میگفت هانتر هانتر هانتر، چون میگه این گناهکاره، این قراردادهای اینجوری اونجوری. حالا ترامپ after election excuse me while I pardon my kids، میگه معذرت میخوام یا پوزش میخوام که من بچه هامو باید ببخشم. چرا؟ چون میدونه همشون کم و زیاد جرم کردن. حتی مسخرش کردن پریشب و دیشب که گفته من این دخترش و اون دوتا پسره ایوانکا و به اصطلاح اون اریکو، اریک که دیوونه است هستن، اون یکی هم که عقب افتاده است دوا استفاده میکنه، گفته اینا رو میبخشم. اون چهارمی خانم تفانی آمده گفته که خب منم ببخش، حالا خدا رو چه دیدی، شاید منم در آینده خواستم یه خطایی بکنم. و ما تا امروز دیگه ندیده بودیم یکی بیاد برگه سفید بده، مثل اینکه شما یه پولی بدی به پلیس، یه برگه بهت بدن بگن هر چی حالا میخوای دیگه تیکت بگیر. All you can eat go نمیدونم spill limit for unlimited spill. اینا اینجوریه، میگه ما میبخشیمش که در آینده اگر دادگاهی بر علیهش چی کردی بخشوده شده باشه. هم چیزی به نظر من غلط. و این آقای حسن ارشاد برنامه شماره 295 حتما نگاه کنید. و عکس ترامپ با کیت برات بهتون نشون دادم. ای به می جمله به گفتی هنرش نویس بگو، برای آقای مهدی نوروزی شماره تلفن ایشون هم نشون دادم. و آقای نوروزی شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه خودتون داشته باشید، همین حرفی که میزنید نیم ساعت یه ساعت میشینید ایمیل مینویسید، همین رو روی کاغذ بنویسید تو ربع ساعت نیم ساعت یه ساعت برای دیگران بگید. سربی هم اینجا نمیاد مثل سگ وحشی پاچه شلوارتون رو بگیره. خب و اما یه دوستی ما داریم، مینا خانم، ایشون منو خیلی تشویق میکرد که ویجیتریان بشم، ولی مگه با این شکم و 50-60 سال گوشت خوردن حالا شما میتونی یه شبه ویجیتریان بشی؟ بعضی هم میشن،
یادتون باشه دوستان، همینجوری سر خود ویجیتریان یا ویگن که یکی هم از اون بالاتر نشین. دیدید که اون دختری به باهای بیچاره دیوونه شده بود، از بس خوراک و اینا نمیخورد، مثل که اکسیژن به مغزش و اینا نمیرسید. همون که رو یاهو لینکش یکی بذاره، رو یاهو چند نفر رو به اصطلاح تیر زد و ترور کرد و اینا، این تو تلویزیون مردم هم ویدیوهاشو میفرستاد. اینجا برنامه به اون صورت نداشت، برنامه‌هاشو خودش تهیه میکرد، به تلویزیون‌های مختلف میداد. این رو من به دیگرانم پیشنهاد میکنم، خودتون برنامه‌ها رو تهیه کنید که تهیه کنندهش خودتون باشید، به اصطلاح امتیازش مال خودتون باشه، کپی رایتش مال خودتون باشه، به این و اون بدید، بگید آقا چند میگیری پخش کنی. تلویزیون مردم باشه میگه آقا ما 20 دلار میگیریم پخش میکنیم، 5 تا 20 دلار بده 5 روز برات پخش میکنیم، 2 روز هم مجانی. یعنی شما 5 تا 20 دلار که 100 دلار بدی، ما یه هفته برات پخش میکنیم. چون تو تلویزیون مردم هم برنامه کمه، این نیست حسن بره، حسین بیا، تقی بره، نقی بیا، 16 نفر بکنیم توی تصویر فلان، اینها 3 تا برنامه ما از صبح تا شب پخش میکنیم. یعنی آقای ارشاد که الان شما میبینی، بعدش یه ساعت کانون آوا رو میبینی، بعدش 2 ساعت برنامه سربی رو میبینی، این میشه 4 ساعت. دوباره برمیگرده برنامه آقای ارشاد و در شبانه روز 6 بار 5 بار پخش میشه. خب 6 بار 5 بار که پخش بشه، شما 20 رو تقسیم بر تعداد دفعات کنی، میشه آقا 2 دلار 3 دلار 4 دلار. من نمیدونم شما چه مرگی دارید، چقدر خسیس هستید. والا ما 900 دلار میدادیم برای این اینترنت و اینها، اینقدرم خرجای دیگه خوشحال بودیم، برای که میگفتیم حالا لازم نیست 30,000 دلار بدیم به ساتلایت. من نمیدونم این خصاصت چجوری اینجای ما ایرانی ها رو چسبیده و ول نمی کنه و هی گول دروغگوها و شالاتان ها رو میخوریم، برای که اونا میان به اون کلک میزنن. در رابطه با گول دروغگوها و شالاتان ها یه چند تا عکس دارم باز بهتون نشون بدم، این خیلی جالبه. بزنم میتونم بیارمش اینجا؟ بله، پلیر 4 میگه که نامه ایرانیان به کاخ سفید: از آمریکا میخواهیم هر چه زودتر رئیس جمهورش را مشخص کند تا ما بدونیم به تخم کی باید آویزون بشیم. خب ببینید این خجالت آوره. البته آقا زیرش ایران بان پیروز نهاوندی نوشته اگر خود ترامپ و بایدن هم، بذار یه بار دیگه بهتون نشون بدم، اگر خود ترامپ و بایدن هم دیگه بیخیال بشن، بعضی از ماها ولکن ماجرا نیستیم. واقعا راست میگه. یه سر بزنید توی اینترنت و فیسبوک و اینا ببینید چه خبره. ببینیم ایشون چی میگه. میگه که ارمنی ها از اولین مسیحیان در جهان بودند و عنوان ارمنی حالت قومی دارد، زیرا انجیلشان نیز به زبان ارمنی است و ذیل کلیسای کاتولیک هم قرار ندارد. ببینید خب من و شما که میدونیم ارمنی، این ارمنیا یا ارمنستان، این کشور بر اساس مذهب اینا انتخاب شده، یا مذهب اینا به خاطری که اونجا بودن و مسیحی هستن. و توی برنامه قبلی هم گفتم این ماجرای دین مذهب اینا رو ما هنوز نمیدونیم. ما مثلا میگیم فلانی مذهبش اسلامه، مذهب هیچ کس اسلام نیست، دینش اسلامه. حالا مذهب میاد 72 رشته میشه، سنیه، نمیدونم 12 فلانیه، اینه اونه، اون دینه. وقتی اینا رو نمیدونیم بهتر خیلی داخلش نریم، خیلی راجع بهش صحبت نکنیم. یکی از دوستان بود نوشته بود که این که دیگه قطعا معلومه. گفتم آقا شما نشستی تو اتاقت، کجا قطعا معلومه که خود آخوندا زدن اینو کشتن؟ آخه نکنید قدر مطلق اونم اینجوری استفاده نکنید. She went to YouTube main office in San Francisco not Yahoo. ممنونم از شما. ببینید این واقعا مغز ما دیگه خیلی روش نباید حساب کنید. یه چیزی هم در رابطه با یاهو بود، شاید کارمند یاهو بوده. نکن دیگه، همکاری کن. ما نمیخوام شما مثل خانم رکسانا گنجی، خدا زیادش کنه، من خودم زشتم، نباید از آدم های زشت ایراد بگیرم، ولی این رکسانا گنجی، ما زن ایرانی به این زشتی نداریم. آقای ما حالا 100 دلار فرستادم که فردام بتونم برنامه داشته باشم. خلاصه ما نمیخوایم مثل رکسانا گنجی بچه مرشد باشی
ولی اقلن همراه ما باش. گفت چی؟ همراه باش رفیق. دادستان واشنگتن دی سی در کیفرخواستی آقای ترامپ را متهم کرده که از پولهای مخصوص مراسم تحلیف برای سود شخصی استفاده کرده است. یکی از مواردی که در این کیفرخواست آمده این است که مؤسسه غیر انتفاعی برای مهمانی سه فرزند ارشد ترامپ $300,000 به هتل ترامپ پرداخته است. بله، در همین رابطه آقای مندال امیری اگه اشتباه نکنم، در همین رابطه ایوانکا یا دیروز یا پریروز 5 ساعت دیپوزیشن، این چیزایی که وکیلا و قاضی و اینا، بعضی وقتا هم قاضی نیست، فقط یه هیرینگ آفیسر هست، اونجا میشینن. برید نگاه کنید، حتی دیپوزیشن ترامپ رو بیارید، اگه سال 2013 سی ان ان و اینا احمقا به جای اینکه هی ترامپ رو وقت بدن اینا، اینا رو نشون داده بود، کسی به این شارلاتان رأی نمیداد. حتی اون تندروایی که به خاطر اسلحه، اون تندروایی که به خاطر پرچم نمیدونم نجات پرستی و اینها، اینه که میدیدن میفهمیدن این چه آدم احمق، چه آدم شارلاتانیه. طرف از این ور میگه من باهوش ترین، با استعدادترین، دانشمندترین، از اون ور میگن فلانی، میگه یادم نمیاد. میگن تو که میگی من باهوشترینم، گفتی یا نگفتی من باهوشترینم؟ میگه یادم نمیاد. ببینید اینا رو نگاه کنید، خودتون رو بیشتر با این مسائل آشنا کنید. این مناظره های نمیدونم آقای شعله قاسم شعله سعدی با آقای امیر احمدی، اتفاقا من میخوام تماس بگیرم با آقای امیر احمدی، بگم آقای احمدی شما که نما چیز شده بودی، می‌خواستی رئیس جمهور ایران بشی، حالا اومدی اینجا سر اینکه این راه سوم مال شماست یا مال اونه، در چه تاریخی کی کجا راجبش چی نوشته، بعد خودتونم تازه میگید اصلا این مال یه بزنید یکی ترد وی، ببینید این اون اینا چیه، جهان بینی که نیست که، اینا یک منیفست هم نیست، اساسنامه چیزی نیست، نمیدونم چه اسمی داره، یه نفر یه چیزی میگه آقا اینجوری هم بد نیست، ما اگه یکی سر کار داره ظلم میکنه بگیم آقا ما میبخشیم شما رو، ولی بیا برو دنبال کارت. این راه سوم ایدش اینه، third way. اینو نه آقای شعله سعدی نوشته، حالا مثلا از اون ور شعله سعدی میگه آقا شما میگی این مال تو، مال تو، اونم میگه نه آقا حالا مال تو، یکی نیست این وسط بگه آقا تو میگی مال تو، تو میگی مال تو، دوتاتون داشتین و حالا به همدیگه میبخشین، چند نفر، برنامه تون چی؟ آقای سازمان آبان، آقای امیر احمدی افتخاراتش اینی که یه سازمانی رو یه در بهش گفتم نیاک، گفت نه من نیاک راه ننداختم، من ایرانی هم فلان اینا رو راه انداختم، میگم اوکی خب شما این سازمان راه انداختی، اون سازمان راه انداختی، این کار کردی، اون کار کردی، حالا به کجا رسیدی؟ یه مدت چند تا دانشجو که مال دانشگاه بوده، چون ایشون استاد دانشگاه، من رفتم اونجا دانشگاه، من رفتم براش یه استودیو درست کردم، رفت اونجا که البته حالا خرابش کرده، میشینه اونجا گربهش رد میشه، اونجا صدا میاد، خودش خیلی سرفه میکنه. آقا یه دونه از این میکروفونای 12-13 دلاری ارزون بخر، دکمه داره، این زیر میبینی؟ آدم قطع unable to start live video، ما زدیم اینو قطع کردیم دیگه نباید چیزی نشون کسی بدیم، یاد دادن به ضررمون شد. بله، your live video has ended، خودمون با دست خودمون زدیم قطعش کردیم، ببخشید دوست. بیایم دوباره، با سلام، اینها که فرستادی فقط میتونم آقای مانی مست که رفته تو قطی، یعنی توقیفه، توقیفه، بذارید من اینجا لایو رو را بندازم. آها، از این میکروفونایی بگیرید که میتونید خاموش روشنش کنید، از این اسپیکرای بگیرید، این نمیرسه که کلید داره، میتونید خاموش روشنش کنید. من الان اینو خاموش روشن میکنم، ببینید چه صدایی میده، صدا نمیداره چون روشن بوده. اینا رو کنترلش دست خودتون باشه. شما درسته که یک آدم ایندیویدوال هستی که میخوای برنامه خودت داشته باشی، ولی شما الان داری ادعا میکنی یه جنبشی داری، یه سازمانی داری، یکم جنبشی و سازمانی عمل کن. اینم آمد، بله بریم گو لایو، اینجا میگه گو لایو، اوکی، نباید از این نمایش ها بدیم، خب دیگه باید نشون میدادیم، میگفتیم دیگه چیکار کنیم، خودمون هم نمیدونیم چیکار میکنیم. من تنها کسی هستم که میام میگم من نمیدونم چیکار میکنم، یادتون اونجا که میگه آی من چیکار میکنم، این دوستان نمیان بگن آی من چیکار میکنم. خلاصه خیلی دلم به حال شهرام همایون سوخت که در وضعیتی قرار گرفته، نه مهموناشو میشناسه،
آقای مهمون که میاری تو قبلش باید بری دربارش مطالعه کنی، مقالاتشو بخونی، کتاب اگه داره کتابشو بخونی. از توی که والا من یک کتاب مال کریم خان زند بود، این آقای عطایی لطف کرده بود به من داده بود، توی برنامه میخواستم استفاده کنم. حالا 100 تا که دروغه، ولی یه 30-40 تایی از این پستید این کاغذای هست که میچسبونن اینجوری میکنی یکشو مثلا اینجا میزنی یادداشت، میچسبونی اینجا یکشو میزنی اینجا یادداشت، از این پستید زده بودم هی سوالای مختلف. و اینا میان همش دلشون خوشه که اینا میتونن، اینا 40 سال پیش آموش نمیدونم رادیو فلان داشته، باباش روزنامه فلان داشته. نه آقا، شما که 40 سال این کارو میکنید الان باید بیشتر اهمیت بدی، بیشتر وقت بذاری. با یکی میخوای مسابقه کنی، اسمش چیه، ضعفش چیه، قدرتش چیه، کجا یه چیزی رو درست گفته، کجا یه چیزی رو غلط گفته. بذارید من اینو پیدا کنم، با مردم تی وی هم چیز کنیم ببینیم چی میشه، چیز کنیم ببینیم چی. بله، for your information no yahoo. بله بذارید اقلا اینو نشون بدم، حالا که این زحمت کشید سعید فرساد. شما نگاه کنید، وقتی که این ویدیو رو آدم میبینه خود به خود متوجه میشه که این خانومه یه چیزی به اصطلاح تو زندگیش کم و زیاده. اولا ایشون بهایی بوده، ولی هیچ بهایی نیومد بگه آقا ما یه همچین اشکالی داریم. رفته از این میکروفونایی که میزنن برای یقه خریده و گرفته دستش داره صحبت میکنه، توی نمیدونم پیشونیش یه تل بسته یا بندی بسته، چشاشو اینجوری کرده. این مال چند سال پیشه، این مال اینجا نوشته 2018، ولی این احتمالاً مال قبلنه. 2 میلیون خورده این نفر اینو دیدن، مثل که ما هم باید بریم آدم بکشیم تا بیننده هامون از 1000 تا و 15000 تا و اینها برسه به اون 2 میلیون و فلان. خب بذارید من این فیسبوک رو با صفحات دیگه هم شیر کنم. اینجا هم نوشته only me، نه آقا پابلیکش کن. عجب بدبختی گرفتاری ما. ویدیو رو میذاره میگه برای خودت، من برای خودم میخوام ویدیو پخش کنم که چطور بشه. جان ننه تعارف نکنید، این آقای رزاقی وقتی یه چیزی میذاره. بله خب اینو شیر کنم، یه دقیقه ببخشید. امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن هستیم. شیر تو پیج مردم تیوی. بله و ولی خیلی میکروفونش که قطع میکنی لایو ویدیو رو قطع میکنه، من نمیدونستم فیسبوکی همچین کاری میکنه. شیر تو پیج مردم تیوی. خلاصه برنامه ایرانی رو ببینید، یکی سرفه میکنه، یکی همین جولیانی مثل که دیروز توی دادگاهی بود یه بادی ازش در رفت و اینها، مایه خنده است. ولی ایرانی ها مجموعه تمام این گاف دادنای چیزای آمریکایی هستن. خیلی ممنون از سعید عزیز، با وجودی که من یادم رفته بنویسم شیر کنید این ویدیو رو با دوستان، شیر کردید یا مال برنامه قبلیه، شاید من باید حتما بنویسم. دوستان سابسکرایب کنید، من اینجا بیارم دوستان لطف کنید. بله سابسکرایب کنید ویدیوهای ما رو که وقتی ویدیو میذاریم روی یوتیوب شما جزو اولین کسایی باشی که به اصطلاح ویدیو رو دریافت میکنید. روی فیسبوک فالو کنید و لایک رو بزنید، چون اگه فالو کنید تا برنامه زنده شروع میشه. من چند بار از سعید پرسیدم، اینم مشغول درست جواب نداده، ازش پرسیدم وقتی من برنامه زنده شروع میکنم برای شما خود به خود دعوت میاد که سوربی برنامهش زنده شد بیا، یا من باید از اینجا، چون یه سیستمی هم ما داریم میگه که invite friend که اونم الان کار نمیکنه. این فیسبوک مثلا یه چیزی میسازه، یه پروگرامی یه نفر درست میکنه کار میکنه، فیسبوک میره یه کاری میکنه که پروگرام اون کار نکنه، چون میگه نکنه این از بابت این یه پولی بسازه. و میبینید که دنیا رو به کجا رسیدن. یکی از کارهایی که ترامپ میخواد بکنه اینه که میخواد فیسبوک و توییتر رو به اصطلاح قانون بذار رو سرشون، یعنی حقیقتا میخواد بگه هر چی من گذاشتم دروغم اگه میگم هیچ کاری نداشته باش، ولی کسای دیگه اگه راستم میگن من میگم ورشون دار بردار. اینم یه قانونیه که میخواد بگذرونه. من وقتی که دارم رانندگی میکنم یه چیزایی میخونم، یه چیزایی میشنوم، یه جایی هستم یه صحبتی میشه، دوستان یه برنامه هست روی تلفنتون صدا ضبط میکنه، برای خودم پیغام میذارم. مثلا دیروز یه پیغام گذاشتم که حالا گوش میدم. باور میکنید که
آها بله، این در رابطه با اینترنت و سوء استفاده کلیساهاست. باور میکنید که الان اینترنت شده پر از کلیساها و اینها، بعد کلیساها مخصوصا الان که مردم کمتر مراجعه میکنن از طریق اینترنت بیشتر دارن جیب مردم رو خالی میکنن و میگه که شما اگه مشکلی داری و اینها، یکی میگه دستتو اینجوری کن، یکی میگه دستتو بذار رو صفحه ما، یکی میگه دستتو بذار رو فلان جا، نمیدونم صحبت کن ما برات دعا میکنیم. بعد یه نفر اینا رو گذاشته بود سر کار، زنگ زد بهشون و گفت که یوبس شده و طرف گفت که خب مسئله نیست و اینها، ما برای اینم دعا میکنیم و دعا میکنیم اونا. اونم شروع کرد پاق و توق و اینها، گو هم الان باز شد فلان، خیلی خوب شد، من براتون پول میفرستم. اینم خوشحال که حالا این براش پول میفرسته. بعد زنگ داد میزد که آقا دعا رو کم کن دیگه، حالا اسهال گرفتم، تمام توالت و اینها رو به گند کشیدم. این ماجرای سوء استفاده از دین و مذهبه. و الا شما هر دینی میخوای داشته باش، هر مذهب یعنی راه و رسم زندگی، شما هر مذهبی میخوای داشته باش، مزاحم این اون نشو، پول از کسی نگی، اون لینک رو بذار که اون دیوانه گذاشت دفعه قبلا، اون پریسته هست که راجب هواپیما میگفت جیزس و من گفته یه هواپیمای دیگه بخواه. بعد تازگی ها راجب انتخابات جو بایدن شروع میکنه به خندیدن، خندیدن دیوانه وار، و بعضیا الان دارن امضا جمع میکنن که این چون در رابطه با پالیتیک و سیاست داره صحبت میکنه باید مالیات بدن، چون میدونی کلیساها مالیات نمیدن، از پرداخت مالیات معاف هستن. خدا کنه اینجوری یقهشون بگیره. این پدرسوختا پراپرتی تکس نمیدن، یعنی من و شما سالی 12,000 دلار، 10,000 دلار، 6,000 دلار باید برای نمیدونم خونمون بدیم، سالی 500-600 دلار برای ماشینمون بدیم، میز و صندلی، کامپیوتر اینا اگه داری باید براشون مالیات بدی، نه افراد شخصی. افرادی که مثلا میگه این کامپیوتر خریدم برای مردم تیوی، آخر سال میگم برای این 40 دلار باید بدی، برای این 100 دلار بدی، ولی اینا میخورن و میگردن و میرن، هیچی هم مالیات نمیدن. چرا؟ برای که به اصطلاح اونایی که قانون گذارن اونا هم مثل اینها فاسد هستن. بله. Yes, I got message anytime you are live, even if you are driving. خیلی ممنون. متشکرم. احتمالاً شما یا جزو فالوورها هستین، یک کاری کردید که شما میگیرید. ولی این 15000 نفر یا 12000 نفری که روی مردم تیوی هستن، 5000 نفر روی صفحه شخصی من، اونا همه نمیگیرن. اگه میگرفتن که بابا کار ما به اینجا نمیرسید. نمیدونم 3 نفر حاضر باشن یا 15 نفر حاضر باشن. واسه من هم از طرف فیسبوک و هم یوتیوب دعوت نامه میاد. خیلی ممنون، شما هر دو رو سابسکرایب کردین و فالو میکنید. مرسی، متشکرم. قبلا بالای صفحه این فیسبوک یک چیزی بود اینجوری، الان بهتون نشون میدم. ما خوبیش به اینکه هیچ چیزی مخفی از کسی نداریم، اینا رو هم نشون میدیم که اگه دیگران هم یه همچین چیزی دارن، یه همچین برنامه‌ای دارن، اونا هم به اصطلاح نگاه کنن، یاد بگیرم. ببینید الان این کامرای دو، این گوشه، این سمت راست، ببینید بالا نوشته invite all friends. اون موقع ما اینو که کلیک میکردیم، ببین هیچ چی الان انجام نمیشه. اون موقع وقتی میزدی میگفت یه دقیقه، میگفت یکم صبر کنید، ما داریم دوستانتون رو جمع میکنیم. ولی الان هیچ اتفاقی نمیفته. اگه کسی پروگرامی سراغ داره که حتی با خریدنش میشه این کار رو برای ما انجام بده، بعد من اگه خودم بخوام انجام بدم 50 تا 50 تا یا 100 تا 100 تا تگ کردن، هی بگم آقا هستیم یا در خونش پوکش کنیم، اینا فایده نداره. بله، شماره شهربانی این ماشین رو نگاه کن، توالت است. بله، نشته تویلت. نگاه کنید، اینو پتیک فرستاده یه نفر از کالیفرنیا، شماره شهربانی ماشین. شما اینجا میتونی شماره رو خودت انتخاب کنی، نمیدونم تو ایران هنوز همچین امکانی هست یا نه. نوشته تویلت. به نظر میرسه که پتیکم مثل من دوربینش بغل دست، یعنی تلفنش بغل دستشه، یه چیزایی رو که میبینه به اصطلاح فوری چی میکنه. حالا این چرا نوشته تویلت نمیدونم. بعضیا اسم بیزینس شونو مینویسن، بعضیا یه چیزی می‌نویسن که یعنی دنبال رو این حزبن، این فکرن، این نمیدونم. خب
من اون روز گفتم این جو که من میدونم کجاش میسوزه، بعد یکی از دوستان نوشته بود که آقا اگر اینو لطف کنید توضیح بدید من یک کمکی میکنم. چطور شما اول کمک کنی بعد ما توضیح بدیم، ولی ما شما رو قبول داریم. این جوک اینجوریه، میگه که یک ارباب و یک نوکر، این اربابه وقتی که زمستون میشده به نوکرش داد میزده از اون ور حیات مثلا فلانی بیا برو این آفتابه رو آب نسبتا گرم بیار که طهارت با آب گرم بگیره، تابستون میشده آفتابه و اینا آب گرم بوده بیرون، برو آب چاه بیار که سرد باشه آقا بلا نسبتش خنک بمونه و فلان. نه یه روز دعواش میشه با نوکره، سزا میزنه که نوکر مثلا بیا برو آب سرد بیار یه چیز اینجوری، اون میره آب جوش میریزه تو این میاره، اینم وقتی میریزه میسوزه میده و دنبالش میزنه و مردمی که اونجا بودن میان میگن آقا چرا اینو میزنی و اینها، نوکره میخنده میگه اب نداره بذارید بزنه من میدونم کجاش میسوزه. جوک از اینجا میاد، این داستان ها همش از این ور اون ور میاد و یه جایی داره. من یه ویدیوی جدیدی نسبتا جدیدی از احمدی نژاد دیدم درباره این صحبت میکنه که یکی از سفارتاش توی کشور 250 میلیونی، کدوم کشور بوده من نمیدونم، 500 دلار خرج میکرده که یه نفر از مردم اونجا شیعه بشه. بعد حالا تازه احمدی نژاد تندرو میگه ما به اون گفتیم آقا شما برو حق اینا رو بگیر از اون حکومت. اولا ببینید اینا چقدر خرن، چقدر احمقن. راجع به این که شهرام همایون میگه من میرم نمیره اصلا نگران نباشید، آقای میبودی سالها پیش قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد وقتی این قیافش رو نشون میداد چون شکل میمون هست اینا، میگه اگه این انتر بیاد رئیس جمهور بشه من رادیو تلویزیون میذارم کنار. اون اومد و رئیس جمهور شد و رفت، آقای میبودی نگذاشت کنار، دوباره هم داره میاد دوباره هم آقای میبودی نمیذاره کنار، اینا روزی که با برانکار ببرنشون از چیز بیرون. خلاصه احمدی نژاد میگه ما یه سفیری فرستادیم، یک میدونید الان یه نماینده یا سفیر یا یه کاره توی بلژیک و نروژ اینا هم دارن محاکمه میکنن، آقای اسدالله اسدی، و این دوبار دادگاه نرفته، گفته من مسئولیت سیاسی دارم و نمیام تو این دادگاه، این دادگاه صلاحیت نداره من رو محاکمه کنه. و برای کسایی که میگن آخه مگه میشه مثلا طرف سفیر باشه، معاون سفیر باشه، بیاد بره این کارا رو انجام بده، بله وقتی که میبینیم خود احمدی نژاد میاد میگه در دوره حکومت اون یه سفیری داشته توی مملکتی و اون میرفته میگفته شما پول اینجا بیشتر بفرستید تا من بتونم نفرات بیشتری رو شیعه کنم، هر یه نفر 500 دلار خرجشه. بعد احمدی نژاد هم گفت ما بهش گفتیم آقا ما پول میفرستیم ولی ما نمیخوایم شما کسی رو شیعه کنی، ما میخوایم شما بری از حق این 200 میلیون در برابر دولت خودشون. یکی نیست به این احمق بگه کار سفارت خونه کار کنسولگری که این نیست، که تو اونجا هستی که از حقوق مردم ایران دفاع کنی. ولی روزگار غریبی است نازنین. احمدی نژاد 500 دلار برای هر شیعه، ویدیو در FB saved هست. FB saved هم یه ماجرای این فیسبوک saved رو من بیارم، ویدیوهایی که شما سیو میکنی میبره اونجا. من نمیدونم این بعضی میگم این کارهایی که این جوان ها میکنن احمقانه. آقا ویدیوها رو بیار رو دسکتاپ خود من، بیار تو داکیومنت خود من، بیار تو دانلود خود من، چرا میبری دوباره یه جای خودت رو اونجا، نه منظورم این نیست یه جای خودت قایمش میکنی، چرا میبری انباری خودت رو پر میکنی؟ این ویدیو رو با هم ببینیم. چون نوشتم آخه دلیل این که من سعی میکنم نشون بدم اینه که بعضی ویدیوها رو که من نشون میدم طرف میگه آقا همچین چیزی امکان نداره دیگه، دروغ انقدر، بله بفرما دروغ هم نیست راست انقدر. بیان بشینید نگاه کنید. ساعت 3:30 من با آقای امیرحسین لادن هستیم، ضمناً امروز با آقای نیساری در تماس بودم گفتم میتونی با ما باشی چون اتفاقات زیادی افتاده، گفت من در سفرم هفته آینده. اون آهنگ چی بود؟ میگفت تو که در سفری چشی؟ ما سفیر فرستادیم به یه کشور 200 میلیون نفری که اکثریتش یا مسیحیان یا طبیعت گرا. بهش گفتیم آقای سفیر
حالا تو رو انتخاب کردن، تو میری اونجا باید بری از حقوق این 200 میلیون دفاع کنی که زیر سیطره آمریکان، باید بری از آزادی و عدالت، یعنی روی اصول مشترک عقلانی و انسانی که همه انسان‌ها روش تفاهم دارن، چه انسانه. درسته. اون آقا پشت رفته اونجا، هی این ور اون اونا عین اسلام حقیقی و واقعی و نفس الامری هم همش هست دیگه. اسلامی دیگه. بله. گفتم دین اصلا برای همینا اومده دیگه، دینی که اینا رو تامین نکنه چه دینی هست؟ من نمیدونم. اون رفته اونجا، اون میومده میرفته اینجا پیش بعضی پول میگرفته بره اونجا آدما رو شیعه کنه. اومد پیش من گفت آقا اگر به ازای هر نفر 500 دلار بدی من بدم، من چند هزار شیعه درست میکنم. تو آقا ما به تو گفتیم ما نمیخواد تو شیعه درست کنی، شیعه به درد خودت میکنه، تو برو اونجا از حقوق اون 200 میلیون نفر دفاع کن در برابر نظام سلطه. مأموریت تو اینه. اولا این احمق نمیگه وقتی اینجوری گفت من چه کار کردم، میگه بهش گفتم ما نگفتیم فلان. بعد میگه به سفیر گفتم تو منتخب شدی. سفیر منتخب نمیشه، سفیر به وسیله تو منتصب میشه. کارمون خیلی خرابه دوستم. این جمله رو دوست داشتی با طلا بنویس، دوست داشتی با خاک بنویس، هر کاری خاصی، هر خاکی خاصی تو سر خودت در بیار. و اما داشتم راجع به مینا خانم میگفتم و ویجیتریان رفتیم، یادمون رفت کجا بودیم. و آی من چه کار میکنم طرف. اینایی که تا امروز میگفتن ما گوشت نمیخوریم، با وجودی که گوشت برای ما لازمه چون شکل ساختمان بدنمون اصلا عوض شده. ما از روزی که 14 بار میرفتیم بلند شدیم و دنبال جنگل سالم میگشتیم و فلان اینا، پشت کوه رو نگاه کردیم، دوپا شدیم، حالا ماجرای کمردرد و ضعف کمر و اینا بمانه. بعد بدن ما از گیاهخواری تبدیل شده به گوشتخواری. حالا وقتی شما گوشت خوردن رو یه دفعه قطع میکنی، بدن شما صدمه میبینه، اشکالات بهداشتی و درمانی و اینا پیش میاد. توی یا سنگاپور یا اندونزی آزمایشاتی که انجام دادن و اینها از طریق استمسل، از طریق چیزهای بنیادی، استمسل میشه یادمون میره، مثل ریشه های بنیادی هم چیزی، مرغ مصنوعی درست کردن. یعنی شما میدونی که الان چند ساله میگن شما مثلا اگه گوشت افتاده باشه اینا میتونن از بدن خودت وردارن، با دی ان ای شما گوش برات بسازن. که این جورج بوش احمق که اینجا بود چون مذهبی بود نیذاشت این کار انجام بشه، ولی آخوندها تو ایران گذاشتن. باورتون میشه آخوندها تو ایران آزمایشات استمسل و اینا رو گذاشتن ولی اینا نذاشتن؟ حالا اونم لابد فکر کرده که یه کاری کنیم شاید ازش پول در اومد. و الان گفتن مرغش آماده شده، حاضر شده، الان دنبال اینن که گوشت برن دنبال گوشت و دیگه اونجوری حیوانی کشته نمیشه، حیوانی سر بریده نمیشه. اینا تو آزمایشگاه اینا رو درست میکنن. یعنی همینجوری که الان استرابری یا توت فرنگی و گوجه فرنگی رو مثل 100 سال پیش به اصطلاح تولید نمی کنن، به جایی که رو زمین باشه، رو شاخه درخته، تو شیشن، تو گلخونه، مرغ و گوشت و اینا هم میاد تو آزمایشگاه و تو گلخون و تو فارم یا تو مزرعه. اینم یکی. میگه سوربی اصلا احمقانه نیست، انبار ویدیو فیسبوک برای ساخت پروفایل شماست که بدونن به چه علاقمندی، لینک غیر مستقیم برات میفرستن با آگهی های همفکری شما. آقا اون قسمتشو من با شما 120% موافقم، 1000% موافقم. ولی شما فکر میکنید اگه من بگم ویدیوی احمدی نژاد رو سیو کن فیسبوک، خب اون میدونه داره چی میکنه، برای خود من یه نسخهشو بذاره روی چیز. اینو من با زاکنبرگ که میبینم یا سوکربرگ که میبینم بهش بگم. ممنونم. کاگو سوربی عطابکی یوتیوب لایو میذاره و 1000 نفر دیدن و از یوتیوب پول هم تبلیغ هم میگیره، جریانش چیه که این همه مخاطب داره؟ من موندم در حیرت. خب شما خودت قضاوت کن، همین خود شما آقای آرمان نیکده چند سال برنامه منو میبینی؟ تا امروز چند بار حمایت کردی؟ اونا افرادی رو پیدا میکنن که میتونن از احساساتشون سوء استفاده کنن و اونا رو مجبور کنن دست به جیب بشن. من نتونستم،
باز برگردیم به همین کار، شاید پایان امسال سال 2020 پایان سربی هم باشه. چون آقا این که نمیشه، من خودم میام به حزب و به جنبش میگم آقایون شما بیاین بگید که ما این حزب رو راه انداختیم، فردا بیان تو میدون ببینید چند نفر میان. اگه 6 نفر میان آقا تو نمیتونی، برو دنبال کارت. چه اشکالی داره سربی بگه آقا من نمیتونم؟ بله ممکنه من اگه لخت بشم، یا آقای داشتیم آقای زهرایی بلند شد جلو تلویزیونی، جلو تلویزیون سال 2001 دستش گرفت به معاملش داد تحویل مردم. ممکنه اگه اون کارو بکنیم یه دفعه اینجوری بشه. شما برنامه آقای عطابکی رو نگاه کن، برای یه سری زنگ میزنن مسخره میکنن فوش میدن، الان خیلی متین تر شده، این در جوابشون فوش نمیده چی نمیکنه، ولی I don't know با قول آمریکایی‌ها من نمیدونم. شما داری از من میپرسی اون چه کار میکنه؟ خب من میدونستم که این کارو انجام میدادم، ولی اگه از من میپرسی منم برنامه مثل اون درست کنم، من نمیتونم. شاید هم خوب باشه برنامه اون، آقا نمیتونم. شما به من میگی آقا اینجا تندتر بپیچ، نمیدونم این پیتزا رو زودتر دلیوری کن، من میگم آقا نمیتونم. ممکن اون راننده دیگه میتونه پول بیشتری بسازه. این PhD پیتزا هات دلیوری، اینو به ازاد کانادا بگو. نمیدونم، از خودش سوال کن، یه روز از خودش سوال کن. بعد میدونید که ایشون یه بار میخواست رئیس جمهور بشه، همون چیزی که داور به من پیشنهاد کرده بود و من بهش گفتم ببخشید، گفت بهش میگفتم که بابای من میگفت که برو مامانتو شوهر بده به اینایی که اینجوری حرف میزدن، حالا تو چون دوست من هستی تو برو این دام بر مرغی دگر نه، که مرغای دگر یک شاهای عطابکی بود، عطابکی رو گیر انداخت که آقا بیا شما باشو رئیس جمهور. این بنده خدا هم نمیدونم تو خونش خانمش آمریکایی بود فوت شد، کسی به حرفش گوش نمیداد، ماجرای پسرش که دستگیر شده بود و اینها بود چی بود، آمد بدون اینکه اصلا اطلاعی داشته باشه من میخوام رئیس جمهور بشم. یه روز من بهش گفتم آقا شما چجوری نخست وزیرت انتخاب میکنی؟ گفت خب آگهی استخدام میزنم. آخه ببین کسی که اینجوری صحبت میکنه، شما اصلا بهش میگه آقا خیلی ممنون از جلسه شما لذت بردم خدا حافظ، دور میشی. سوربی گوشت داریم تو گوشت، گاو یا مرغی که با هورمون و دانه ذرت پروسس شده میخوری چرا گوشت خوب است، ولی اگر حیوان طبیعی تغذیه بشه گراس فد، من در این باره خوندم، خواستی برات لینک مستند میفرستم. ای مرده شور این لینک کارو ببره، هی میفرستین هی من باید بخونم. طرف ویدیو میفرسته، آقا این ویدیو رو فرستادم اگه میخوای نشون بده. آقای لطیف زمانی در قسمت برنامه اولی تو برنامه مجاهدین یه ویدیو برای من فرستاده، من نوشتم آقا الان برنامه دارم امروز هست بعد از برنامه زنده نگاه میکنم، بین برنامه کانون آوا و برنامه خودم سه ربع ساعت وقت داشتم ویدیو رو نگاه کردم. اینم یه مردکی میگه ما با هواپیما داشتیم میرفتیم دیدیم یه قبیله اونجاست، گفتیم اینا چیان، بعد گفتن اینا طرفدار امام حسین. گفتم آقا این مردکی جاکش یا دیوونه است یا شما این ویدیو رو اشتباهی برای من فرستادی، نکنید این کارو، خودت یه برنامه درست کن بگو سوربی من درباره گوشت گراس فد اون چیزای دیگه ارگانیک مطالعاتی دارم، یه ویدیوی 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعتی نیم ساعتم درست کردم، اونو من مجانی نشون میدم. ولی اینکه آقا من اینو فرستادم شما برو این دنبال نخود سیاه نفرست منو، من انقدر نخود سیاه دیدم خودم هم دیگه سیاه شده. درصد ممنون و متشکرم. صحبت ما اصلا سر گراس فد و کیج فری و اینا نیست، سر اینه که اگه اینا اومدن یه مرغی رو قفس نبود، خوراک خوب بود، خوراک سالم بود، خوب که همه چیش نمبر وان بود، دی ان ای یا اون استمسلش رو بردن تو آزمایشگاه از اون کپی کردن درست شد، دیگه شما اینجا صحبت گراس فد و فلان نداری. اون چی بود میگفت اون چیزی که همه دارن جاناتو همه دار، یه چیزی داری اینجور. شعرهای من خیلی خوبه، باید یه برنامه مشاعره بذارم، از هر دو بیتی یه نصف بیتشو میدونم اونم غلط، آن را که همه داره یه چیزی اینجوری. کاکس توربی این از اینو اون از اونو چرا برش داشتی؟ ما تا حمله کردیم اینه برش داشت گاه، اصلا این توربی آدم باشه نیست. بله یا چند تا کتاب خوندن که من میگه با چند تا کتاب خوندن که من متخصص تغذیه نمیشم. ببینید دوستان این به اصطلاح افتادگی به این میگن، طرف کتاب نخونده میاد نظر میده، این میگه با چند کتاب خوندن که من نمیتونم بیام بگم. میدونم، ولی چیزای خودتو که میتونی بیای بگی، تجربیات خودتو که میتونی بیای بگی،
دست ممنون. آقا من حریف تو نمیشم، من معلم قدیمم، تو معلم و دست در کار جدیدی، ما دیگه سوختیم، تموم شد رفت. خب مرغ آزمایشگاهی، بعد نشتم گوشت سالم علامت سوال، و ترکیه و وابستگی مالی آمریکا وارد، و اینها رو هم نوشتیم. ساعت 3:17 است، ما 13 دقیقه وقت داریم، اجازه بدید این عکس ها رو بهتون نشون بدم، بعد اگر شد یه دو تا ویدیو تودی امروز اینه، بله عکس ها اینجاست، اجازه بدید که این رو بیاریم ببینیم. آهانی آقای ملکی هم ما یه بار دیگه نشون بدیم، روان شاد یادش گرامی، آقای دکتر محمد ملکی، و این تنها کسی بود که گفته بود ما تو سال 1357 اشتباه کردیم، یعنی تنها کسی بود قبول میکرد که در اون به اصطلاح چیزا آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. خیلی ممنون، متشکرم آقای اکبری. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری، اینم دیگه خیلی منتکشی بوده از یارش، حالا امیدواریم بعدش یه چیز نصیب شده باشه بعد از این همه منتکشی. آقای ملکی گفته بود من به خاطر یه رأی که به جمهوری اسلامی دارم حاضرم محاکمه بشم. این یه حرف احمقانه بود. آقا شما جوونی، تبلیغاتی میکنن، یه تصمیمی میگیری میری رأی میدی، حقت بوده رأی دادی، حالا سالهای دیگه اومده شما با رأی ندادن عوض شدی، چه محاکمه ای؟ ما مردم شما رو میبریم در دادگاه، شمایی که الان داری با اینا مبارزه میکنی شما رو محاکمه میکنیم. ما اگه عقل داشتیم، پول داشتیم، قدرت داشتیم، آخونده رو محاکمه میکردیم. اینم از این تعارفای بیخوده که الکی تو جامعه راه افتاده. دکتر ملکی گفت من به خاطر رأیی که دادم حاضرم محاکمه شدم. آقا ول کنید اینا، برین برین به جایی نمیرسی. ببینیم این احمق چی میگه. ترامپ شارلاتان این عکس رو درست کرده، میتونید 12 مرد خبیث و فیلمای جنگی یادتونه صورتشون اینجوری چی میکنن که استتار بشه، این سفیدی مثلا، این که باید همه رو سیاه کنه، نور منعکس نشه. نوشته You will never understand how hard it was. میگه شما هیچ وقت نمیفهمید، درک نمیکنید چقدر مشکل بود to dodge the draft 5 times. این داج یادتونه تو ایران میگفتیم دوجبال، همه داجبال بازی، در رفتن رو میگن داج. میگه که این 5 بار از چیز در رفته دیگه، بگید از خدمت تو ویتنام، یه بار گفته نمیدونم این سوراخش اینجوریه، یه بار گفته این پام اینجوریه اینا، و 5 بار در رفته. میگه شما نمیدونید چقدر مشکل بود، چون آمریکایی‌های دیگه هستن تعریف میکنن برای بچه‌هاشون، یه کمی هم دروغ میگن، اقرار میکنن که شما نمیدونید ما تو ویتنام 8 روز توی زمینای نمیدونم تو آب چی خوابیدیم، بگید زمینای شالیزار خوابیدیم، نمیدونم اینجوری اونجوری، اینم حالا خاصه، یعنی دروغ بگه چیزی نداره، مجبور اینجوری بگه. میگه یه بند خدایی تو اینستاش نوشته دیشب در یک مهمانی حتی بعد از خوردن 7 لیوان مشروب هم میتونستم رانندگی کنم، اما مسئولیت پذیر بودم و تاکسی گرفتم. یکی از دوستاش کامنت گذاشته بود گفت خونت خراب، تاکسی گرفتی کجا رفتی؟ دیشب که مهمونی خونه خودت بود. اینم چیزای فیسبوک برای این چیزاست، و الا اون دیگه میان نمیدونم فردا بیان فلان فلکه فلانی رو آزاد کنیم، اینا یه چیزای مزخرفه. جواب اون احمقایی که میگن فخری زاد یه بسیجی ساده بوده، خب ما میدونیم نتانیاهو یه آدم عقده‌ای دیوانه، و دوستان اون فیلم چی بهتون گفتم، اون فیلم روحبار رو حتما ببینید، چون داخلش اسم برادرای نتانیاهو رو میاره. حالا من نمیدونم این یه سری هم حقیقت داره، این فیلم بر اساس واقعه حقیقی ساخته شده، یا کلا دروغه. ولی ببینید اینجا سال 2018 میگه که این عکس رو نشون داده، مال اون موقع اون آقا دکتر محسن فخری زاده، و اونجا تازه نتانیاهو گفته این به اصطلاح دانشمند خطرناکیه چنین و چنان. ولی حتی امروز فکر کنم بایدن گفت که بایدن گفت چی بگید، بایدن درباره این محسن فخری زاده و این ترور اینا صحبت کرده. من بدونی که خونده باشم میتونم بگم که حتما این رو به اصطلاح محکوم میکنه. شما اینایی رو که معامله بلدن انجام بدن دارید بین دوستانتون؟ من یادمه یه دوستی داشتم
خدا رحمتش کنه، آقای بختیاری مهندس مکانیک بود، در آلمان با هم بودیم، بعدم رفت آمریکا و جدا شد و بعدم تنهای تنها فوت شد. و ایشون میگفت که وقتی که انقلاب آمدم ایران و بعد بیکار شدم و اینها، میگفت میرفتم، میگفت یه ماشین داشتم مینی ماینر، میرفتم یه جایی که کاشی فروشی بود، میگفتم که آقا شما کاشی داری؟ میگفت مثلا دارم، چند تا میخوام؟ میگفتم 1000 تا. میگفت من 1000 تا ندارم، 100 تا دارم. میگفتم من اگه 1000 تا بیارم چند میخری؟ میگفت انقدر. میرفتم یه فروشگاه دیگه، میگفتم 1000 تا کار. خلاصه از این کلا به کلا این چی میگن میکرده، پول میساخته، مال اینو میگرفته با اعتباری که من الان پولشو میارم. گفت اینجوری امورات زندگیمو گذراندم، بنده خدا زندگی سختی رو گذراند تا بعدم آمریکا که رسید به این ساحل امن اینجوری فوت شد. و حالا این معامله رو شما گوش کنید ببینید، اینم تقریبا مثل آقای بختیاری وارد بوده. میگه به پسرم گفتم شما با دختری که من میگم ازدواج میکنی؟ اون گفت نه. بهش گفتم بابا جون اون دختر بیل گیتس، اینجوری هم اصفهانی نوشته، دختر بیل گیتسه. گفتش قبول. به بیل گیت زنگ زدم و گفتم اجازه میدی که دخترم با پسرت ازدواج کنه؟ بیل گیت گفت نه. گفتم پسرم مدیر عامل بانک جهانیه. گفت خب قبول میکنم. به رئیس بانک جهانی زنگ زدم و درخواست کردم که پسرم رو مدیر عامل بانک جهانی کنه. اون گفت نمیشه. گفتم بابا پسرم داماد بیل گیته و گفتش قبوله. البته میگم این چیزها تو اینترنت میاد و میره و ما میخونیم و میخندیم و فردام برامون اصلا فرقی نمیکنه، زندگیمونم مهم نیست. اینم که بهتون نشون دادم نامه ایرانیان به کاخ سفید که آقا تکلیف ما رو معین کنید، کی چیز هست چی میگم به اصطلاح رئیس جمهور آمریکا اقدام به کلاهبرداری، اینه نمیدونم هفته پیش بهتون نشون دادم یا نه. بیشتر این کلاهبرداری ها دوستان کسانی کلاهبردارا کسانی تو دامشون میفتن که خود اونها آدمای طمعکاری هستن، شاید هم پولی رو که میرن اینجوری سرمایه گذاری میکنن از راه کلاهبرداری به دست آورده باشن. این آقای مال شهربانی نمیدونم مال پاسدار سپاه چیه، میگه که گوش کنید، اقدام به کلاهبرداری تحت عنوان شرکت سوریه، شرکت ایران تایر یاران نموده و اقدام به جذب یک سری افرادی که از خلاصش این که یه خانمی یه شرکت قلابی که حتی تأسیسش نکرده بوده میره این برمو برم میگه من توی هیئت مدیره هستم، هیئت امنا هستم، جز به سی ای او و فلان اینا هستم و ما سرمایه گذار میخوام، پولای مردم. معمولا اینا از فامیل و از دوستانم شروع میکنن، بعد وقتی که گندش بالا اومده بوده میخواسته در بره گویا ایشون رو گرفتن. یه ویدیوی هست مال اسرائیل، این آقای مهدی حسن که من جزو چیزاش هم هستم، جزو فالوورش هستم، برام میاد چیزایی که میندیست و اینها. الان هم توی پیکاک توی تاووس اصطلاح برنامه داره. این یک مصاحبه‌ای داشته، خیلی آدم شارپ و ببری هست. اینجا از این میپرسه، از این میگه که نخست وزیر شما گفت ایران 3 سال با ساخت بمب اتمی فاصله داره، 26 سال قبل. و این رو هم اگه پیدا کنید نگاه کنید خیلی جالبه، بگید مهدی حسن با ایران هم اصلا با آخونده و اینا خوب نیست و چیزایی که میگه بعضی وقتا به اصطلاح حتی زیاده روی هم میکنه. دیروز اگه اشتباه نکنم سعید این رو گذاشته بود توی فیسبوک و خیلی حرف جالبی هست. میدونید که این روزا هر کی هرچی چاپ میکنه مینسه گاندی اینو گفت، حافظ اینو گفت، سعدی اینو گفت، فردوسی اینو گفت و الی آخر. اینجا نوشته که the trouble with codes on the internet is that you cannot never know if they are genuine. میگه که problem با این کدا شمارا اردا آمار ارقامی که میفرستن تو اینترنت اینی که شما نمیفهمید اینا حقیقی هست اعتبار داره یا نه. ابراهام لینکلن بعد میگه ببین حتی همین کده رو بعضیا بی توجه میان نگاه میکنن میرن و نمیگن که خود همینم آقا زمان ابراهام لینکلن که اینترنت نبوده. بعضیا فکر میکنن بعد از اینکه ترامپ
بره فلوریدا، اگه بره ممکنه افسرده بشه و ممکنه مثل این کشیشه که مردم رو برد یه جای دیگه و اون گدرید بود چی بود داد به اینا خوردن، که اصلا اینجا الان به عنوان نوشابه میگن، اسمش میگن که یعنی هر کی میخواد خودکشی کنه، میگن ممکنه اون کارو بکنه. کسی اگه میدونه اسم اینم بنویسه، اسم اون آقایی که ورداشت مردم آمریکا رو، اونایی که تو فرقش بودن، برد یک کشور دیگه و هر سناتور و اینا هم رفتن، حتی تیراندازی اینا هم شد و یه چند نفر هم کشته شدن. بله این خیلی جالبه، میگه You know what they call a president who arranges a pardon for himself before he leaves office. میگه شما میدونید رئیس جمهوری که خودش و خانوادش رو میبخشه قبل از اینکه دفتر رئیس جمهوری رو ترک کنه چی باید بهش بگیم؟ Guilty. Guilty یعنی محکوم، یعنی خود به خود بعضی ها الان دیگه باور دارن که این ترامپ واقعا آدم به اصطلاح شالاتنیه و امیدوار هستن که تو دادگاه‌های مختلف محکوم بشه. و اما اینجا میگه که بریم موقع آقای لادن هست، یه مقاله خوبی ایشون نوشته در گویا و اونم شما اگه عضو بشید و اینها براتون میاد، یا توی وبسایت خود ایشون یا توی فیسبوکشون، به نام عملیات سربریدن، نوشته این هفته آقای امیر حسین لادن هست. دو سه تا سوال در این مورد داریم. بله جیمز جونز پویزن واز گیدرید. چه تبلیغ بدی برای گیدرید میشه. گیدرید یا یه چیز دیگه هم بهش میگن، فکر نمیکنم اون موقع گیدرید بود، و در هر صورت خودم امروز خیلی با سعید در نندازم. When Trump came into office, Iran break out time. میگه وقتی که ترامپ اومد تو آفیس، فاصله زمانی ایران با بمب اتم 12 ماه بود، حالا شده 2 ماه. وقتی ترامپ came into the office، ایران اون موقع 300 کیلوگرم انریچ داشت، الان شده 2400. That is the definition of failure. Failure یعنی شکست و اینها و رد شدن، مردود شدن، و دفینیشن هم یعنی معنی کامل اینه. این عکس هم که قبلا فرستادم که برای بچه هاش چی میخواد، یک ویدیویی دارم خیلی جالبه ولی به تم برنامه نمیخوره قبل از برنامه آقای لادن. اینم یه عکس جالبی وقتی که وسیله نداشته باشی، ولی بعضی ها میگن شهامت، من میگم وقتی که وسیله نداشته باشی، مخ هم نداشته باشی. این طرف طبقه چندم، ببینید چجوری دو نفر وایسادن این ور نردبون، اون رفته اون ور، و این کولرای گازی که تو ترکیه و اینا زیاد هست داره نصب میکنه. فکر کنید اون دوتا اگر پاشونو بردارن، این از اون بالا میفته پایین. و یه دوتا ویدیو خیلی قشنگ دارم، اینا رو بعدم براتون میذارم. اون آقایی هم که گفتم راجع به ترکیه صحبت میکرد، این آقا ممکنه دوستان از خودشون بپرسن که چرا اروپا و آمریکا ترکیه رو اینقدر تحمل میکنن؟ ترکیه که سعی میکنه خیلی حضور منطقه‌ای داشته باشه خیلی وقت. بله اینم بعد توی فرصتی با هم نگاه میکنیم. بریم سراغ آقای لادن و ببخشید اگه این صدا کمی زیاد بود، ما از بس مشکل صدا داشتیم در گذشته، حالا صدای زیاد رو دوست داریم و لذت میبریم. بله اجازه بدیم من تصویر آقای لادن رو هم که مثل همیشه عالی صدا رو هم داشته باشیم و بیایم اینجا کامرای 2 با آقای لادن باشیم. من این رو هم بردارم. بله خب دوستان عزیز سلام میکنم به آقای امیرحسین لادن، بهشون خوش آمد میگم. و در قبلا تو برنامه گفتم راجع به مقاله‌ای که در گویا نوشتن، احتمالاً جاهای دیگه هم هست ولی من از صفحه گویا خوندم، به نام سربریدن، عملیات سربریدن، این خیلی جالبه، در اون مورد میخوایم با ایشون صحبتی داشته باشیم. آقا چه حال چه خبر؟ این 3 هفته ما شما رو ندیدیم، 3 هفته بعد از انتخابات، به قول معروف شما کار خودتو کردی و رفتی و در به در کردی آقای ترامپ رو. بگید ببینیم که اوضاع و احوال خودتون چطوره و اگر
هر وقت که مناسب دونستین من این سه سوالی رو که نوشتم از شما بپرسم، شما پاسخ بدید. حتما. درود بر شما و بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون. من بر خلاف عقل و شعور که نمی بایستی سفر کرد، تحت فشار نوه و خانواده یک سفر یه هفته‌ای کردیم و بسیار خوش گذشت، ولی نمی بایست این کار می کردم و کاملا احساس گناه می کنم. ولی تا به امروز هیچ کدوم از ما که در سفر بودیم مبتلا به بیماری نشد. هر موقعی که آماده هستین میتونیم شروع کنیم. خیلی خوشحالم و بعض وقتا هم دیگه واقعا این دیدار یاران و دوستان و مخصوصا نوه اصلا هیچ چیزی نمیتونه جلو آدم رو بگیره و خوشحالم که سالم و سرحال با ما هستی. نوشته این هفته شما: عملیات سربریدن در رابطه با ترور محسن فخری‌زاده، و عنوانش هم که همین عملیات سربریدن هست. لطف کنید برای ما توضیح بدید پروژه موساد برای مبارزه با تشکیلات هسته‌ای ایران چگونه آغاز شد؟ چون من خوندم شما این مقاله رو 11 سال پیش یا دربارش 11 سال پیش نوشته بودید. چگونه آغاز شد و چه اهدافی را دنبال میکنن؟ حتما. این همچی که شما اشاره کردین یک بخشش مال 11 سال پیشه، یک بخشش مال 7 سال پیشه. برای اینکه من این مسائل رو مرتب دنبال میکنم و در پاسخ به پرسشتون، آغاز این پروژه برمیگرده به، یعنی این پروژه سربریدن برمیگرده به دوران نخست وزیری آریل شارون در 2002. این یعنی 18 سال پیش. شارون آقای مایر دگان رو انتخاب میکنه به ریاست موساد و مسئولیت مبارزه با تسلیحات هسته‌ای ایران رو به ایشون میسپره. این مایر دگان شخص جالبیه. اولا طرز فکرش و دیدش خیلی به شارون نزدیکه و یک آدم خوره. آقای شارون و مایر دگان هر دو بر این باور بودن که ایران مسلح به تسلیحات هسته‌ای برای موجودیت اسرائیل خطرناک، و بعد یک کاری در این مورد کرد. آقای دگان میگه که بهترین راه مبارزه با پروژه تسلیحاتی ایران مختل کردن آن است و معتقده که کاری ترین و ثمر بخش ترین روش شناسایی اشخاص کلیدی در برنامه تسلیحاتی و موشکی در ایرانه. بعد این اشخاص رو پیدا کنیم و حذف کنیم. موساد نام این عملیات رو، یعنی ترور کارشناسان، متخصصان و مهندسان هسته‌ای در ایران رو عملیات سربریدن نام می‌گذاره. و قتل مرموز پروفسور اردشیر حسین پور که یک کارشناس برجسته هسته‌ای توی کارخونه اورانیوم اصفهان بود، یکی از این آدمکشی هاست. یه مقام امنیتی اتحادیه اروپا یه جمله میگه که میخوام برای بینندگان شما بخونم. میگه اسرائیل در این نوع عملیات بیدرنگ و بی‌اعتنا به قوانین بین‌المللی عمل می‌کند. همانطور که قبل از حمله به راکتور اوسیراک در نزدیکی بغداد، دو کارشناس هسته‌ای عراقی به وسیله عوامل موساد مرموزانه به قتل رسیدند و یک کارشناس دیگر مفقود شد. خب ببینید، متأسفانه مقامات ایرانی هیچ درسی از این ترورا نگرفتن و ترور این محسن فخری‌زاده اولین حذف یک کارشناس هسته‌ای در ایران نیست. موساد 15 تن از کارشناسان و متخصصان و مهندسان هسته‌ای ایران رو شناسایی میکنه
6 تن از اونها رو بلا فاصله حذف میکنه و حذف همشون هم کاملا یک شکل. بامداد زمانی که این آقا، این شخص داره با ماشینش میره به سر کار، یک موتور سوار عامل موساد میومد، یه دونه بمب میچسبوند به ماشینش و میرفت. اینم در ظرف چند دقیقه منفجر میشد و از بین میرفت. فقط کشتن این کارشناسان تسلیحاتی نبود، یه دونه جنرال سپاه که مسئول پروژه موشک‌های بالستیک بود و 17 تن از اعضای تیمش رو توی دفترشون منفجر میکنن. این در همین دوران نتانیاهو پشت پرده در تلاش که آمریکا رو با خودش همراه و همگام کنه که مشترکاً تمام مراکز تسلیحاتی و موشکی ایران رو بمباران کنن. مایر دگان کاملا با این مسئله مخالف بود، میگو ما اصلا نیاز به جنگ نداریم، میگو ما همین روش رو انجام بدیم ایران هیچگاه دسترسی به تسلیحات هسته‌ای نخواهد کرد. و بالاخره موفق میشه که حرفش رو به کرسی بشونه و کسی که تخصص داره و این آقای دگان و سرگذشتش رو نوشته میگه که حربه مورد علاقه دگان اساسینیشن بود، یعنی ترور. میگه دگان میگه یکی از مزایای جنبی ترور ضربه روحی و وحشتیه که برای متخصصا و دست‌اندرکاران به وجود میاره. و اما این مختل کردن برنامه هسته‌ای و موشکی یک شق دیگری هم داره، یه بخش دیگری هم داره و اون مقابله و مبارزه به صورت اینا اسمشو گذاشتن مسموم کردن سیستم. و این میخوام اینجا از نوشته یک مامور سابق CIA براتون بخونم. میگه که عملیات پنهانی موساد زوایای مختلفی دارد. در اروپا CIA با موساد برای جلب همکاری شرکت هایی که در ایران مشغول فعالیت هستند کمک می کنند. از شرکت هایی که حاضر به همکاری هستند خواسته می شود که عکس و مدارک جمع آوری کنند. اسرائیل در ضمن چند شرکت ساختگی به وجود آورده که اجناس با کاربرد دوگانه مانند کامپیوترهای سریع با گنجایش بالا که طبق مصوبه شورای امنیت سازمان ملل فروش آن به ایران قدغن می باشد به ایران می فروشند. این شرکت ها با انجام خاصهای اولیه ایران برای خود اعتبار کسب کرده و رخنه می کنند. بعدها با ارائه قطعات و ماشین آلات معیوب به پیشرفت کار در مواقع حساس لطمه میزنند. موساد این ماشین آلات و قطعات معیوب را آرام آرام به تدریج تحویل میدهد که کارها به کندی و با تعویق انجام گیرد و این عمل را مسموم کردن سیستم مینامند. ببینید همه چی رو در نظر دارن. یوسی ملمن که یک ژورنالیست مسائل اطلاعات و امنیتی در اسرائیل میگه که بدون حمله نظامی نیز میتوان صدمات گسترده و شدیدی به اماکن راکتور و پروژه هسته‌ای ایران وارد آورده پیشرفت آن را به تعویق انداخت. میگه این کاری است که موساد با موفقیت نسبی انجام میدهد، ولی چون دست‌اندرکاران رژیم متزلزل و قابل اطمینان نیستند، بنابراین حمله نظامی اسرائیل به ایران جنبه دفاعی دارد. یعنی میبینی داری میگه که بریم بزنیم. از عکس‌العمل ایران نیز نباید ترسید، زیرا با وجود دستیابی به بخش‌هایی از تکنولوژی
ایران هنوز کشوری عقب افتاده است که به شدت درگیر فقر و فحشا و اعتیاد گسترده، نادانی عمومی و از همه بدتر فساد فراگیر است. در ادامه میگه که در توانایی ایران برای یک عکس العمل قاطع و مداوم در رابطه به حمله نظامی نیز باید شک کرد. اینم خط آخرش رو ببینید چه جالبه. میگه چون قوای نظامی یک سیستم فاسد و ببری کاغذی است. سپاسگزارم. ممنونم از شما. توی نوشته شما اشاره میکنید به اخته بودن رژیم. آیا با بخشی از مطالب این ژورنالیست هم باور هستید؟ ببینید، اسرائیل تو روز روشن متخصصان هسته‌ای و موشکی رو یکی پس از دیگری ترور میکنه. ژنرال سپاه رو با 17 تن از یارانش توی پایگاه منفجر میکنه. چندین پایگاه مربوط به این سیستم ها رو از طریق خرابکاری، آتش سوزی و انفجار از بین برده و صدمات شدیدی زده. خب ببین، این دیگه شک و تردیدی باقی نیست که این ترورها و این خرابکاری‌ها نتیجه عوامل غیبی نیستن، بلکه اسرائیل توی پشت این مسائل. اگر رژیم اخته نیست، پس این دلیل این سکوت کرکننده چیه؟ این 40 سال مرگ بر اسرائیل گفتن چیزی جز شعار توخالی دستندرکاران بی‌لیاقت رژیم نبوده. این همه ارزندام‌های سپاه چگونه اسرائیل رو میزنیم، آمریکا رو سر جایش مینشانیم، اینا یه هارت و پورتایی بوده برای ترسوندن دانشجویان بی سلاح و کارگران بی پناه، چون زورشون به اونا میرسه، میچربه، وگرنه جرأت مقابله ندارن. یه بزدلان ترسو و بی وطن بیش نیستن. سپاه برای دختران بدحجاب جسم میگیره، به کارگران بیپناه یورش میبره، ولی در مقابل تجاوزات و ترور مکرر اسرائیل دومش گذشته لای پاش رفته یه گوشه نشسته خز کرد. اون چه قابل درک نیست اخته بودن حکومت اسلامی و سپاه پاسدارانه در مقابل تجاوزات مکرر دشمن توی درون کشورمون. سردمداران رژیم فقاهتی مانند کپک سرشون رو زیر برف کردن. این سکوت در حالیه که پروژه هسته‌ای ایران و سیستم موشک بالستیک مهمترین برنامه دفاعی کشوره در مقابل یورش و دستاندازی دشمنا، در ضمنی که تعداد دانشمندان و متخصصان هسته و موشکی میهنمون بسیار کم و محدوده. پس چرا رژیم با تمام قدرت و توان از اونا نگهداری نمی کنه؟ از منافع کشور دفاع نمی کنه؟ جالب اینجاست که همین چند روز پیش سردار سلامی، فرمانده کل قوا، ببینین چی میگه، این دو گیوم است: اگر یک تار مو از سر یک ایرانی کم شود، ما تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی کنیم، همه چیز را به میدان عمل واگذار می کنیم. خب ببینید، از این سردار باید پرسید که چنانچه مرد حرف نیستی، پس از ترور قاسم سلیمانی چرا هیچ کرک و پشمی رو به باد ندادی؟ 10 ساله که اسرائیل تو ایران ترور میکنه، خرابکاری و انفجار میکنه، چرا کوچکترین حرکتی نکردین؟ آیا علتش اینه که مانند بقیه آخوندا ترسو، بزدل و بیوطن هستین؟ همش شعار، همش حرف، از یک مش روزخون اوباش عرازل و
بیشتر از این نباید انتظاری داشت. سپاسگزارم. ممنونم از شما. این آقای سلامی که شما گفتید نگفته بود مو از سر کسی، گفته بود یه مو از ایرانی ها کم بشه، چون خودش سرش مو نداره فکر کنم. بعد شما میگید که سپاه این فریادها رو میزنه و شعارهای تو خالی رو میده، الان مجلس هم شروع کرده که، و مجلس که آدم میبینه واقعا افسوس میخوره که چه مجلسیه، هیچ نظمی اونجا نیست، همه میرن اون پشت داد و بیداد میکنن و سعی میکنن که فقط تصویرشون توی به اصطلاح اخبار باشه، مردم ببینن که این کار کرده. بر پایه این مطالبی که شما عنوان کردید و بر اساس آنچه در اسرائیل و آمریکا شاهدش بودیم و هستیم، آیا امکان درگیری نظامی وجود دارد؟ خیلی ها میگن الان که ترامپ میخواد بره، خود آقای نتانیاهو از لحاظ دادگستری و اوضاع قضایی خوبی نداره در اسرائیل، ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته. نظر شما چیه؟ مطالبی که الان بهش اشاره کردین بسیار درست و حساسه و موقعیت یک کمی ناجوره. ببینین، این که اسرائیل چنین برنامه جنایتکارانه ای رو، یعنی ترور و حذف متخصصین حسه‌ای رو دنبال میکنه، قابل درک، زیرا اسرائیل اولا که یک سیستم فرومایه و یک حکومت متجاسره، در ضمن از این اقدامات تروریستی دو تا برنامه داره. نخست میخواد از احتمال پیدایش یک دشمن مسلح به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کنه. دوم، به قول رابرت باور که الان بهش اشاره خواهم داشت، امیدواره که در مقابل این ترورها رژیم رو تحریک و وادار به عکس العمل و مقابله به مثل بکنه. حالا این آقای باور میگه که اسرائیل آماده است که بلافاصله پس از آنکه جمهوری اسلامی را مجبور به اقدامی نظامی بر علیه کشورش کرد، دست به ضد حمله بزند و آمریکا را درگیر جنگ با ایران بکند. این نظر این شخص، الان باز بهش اشاره خواهیم داشت. بعد به خاطر داشته باشیم که ترور سلیمانی، قاسم سلیمانی، زمانی رخ داد که ترامپ در تله‌ای که برای دیگران ساخته بود گیر کرد، در دامی که برای رقباش چیده بود افتاد، و این در اون زمان باعث شد که کنگره آمریکا استیضاحش کنه. امروز هم ترامپ در یه بنبست خودساخته گیر کرده، تو انتخابات بازنده شده، ولی با توسل به دروغ و شایعه پراکنی و توری توطئه میخواد تو کاخ سفید باقی بمونه. ولی خوشبختانه تو آمریکا سیستم بررسی و تعادل که بهش میگن چک اند بالانس وجود داره و این شارلاتان بازی ها بی نتیجه خواهد بود. ولی احتمال خطر جنگ کاملا منتفی نیست. ترامپ بارها، میخوام اول دید ترامپ رو نگاه کنیم، بارها اوباما رو به منفعت جویی از اقدام نظامی علیه ایران محکوم کرد و چندین بارم در توییت هشدار داد که باراک اوباما به خاطر انتخابات یا سرپوست گذاشتن به مشکلات در آستانه انتخابات علیه ایران دست به اقدام نظامی خواهد زد. این دقیقا موضوعیه که در حال حاضر فکر ترامپ رو مشغول ساخته. در ضمن فراموش نکنیم که ما تو ایران میگیم از کوزه همان برون ترابت که در روست. و اما گفتم رابرت باور، این آقا یک پژوهشگر و مشاور اطلاعاتی خاورمیانه است که 21 سال مأمور عالی رتبه CIA در اون منطقه بود. این آقا می نویسه در ضمنی که یکی از اهداف حزب لیکود، حزب دستراسی اسرائیل، و موساد، سازمان ضد اطلاعات، به تأخیر انداختن دستیابی ایران
به تسلیحات هسته‌ای میباشد، هدف اصلی اسرائیل درگیر کردن آمریکا در جنگ با ایران است. خوشبختانه برای اسرائیل، تندروهای آمریکایی و اکثر مقامات حزب جمهوری‌خواه آمریکا زیر نفوذ صنایع نظامی آمریکا و طرفدار جنگ هستند. ببینید، بر این باور هستم که ترور فخری‌زاده با اطلاع کاخ سفید انجام شد. اسرائیل و عربستان میدونن که این آخرین شانسشونه برای درگیر کردن نظامی آمریکا با ایران. از این رو هفته پیش این آقای مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا که یک صهیونیست مسیحیه، برای آگاهی بینندگان، صهیونیست مسیحی کسیه که به بازگشت مسیح و آخر زمان معتقده و در ضمن جنگ طلبه. میگه حتی با جنگ هسته‌ای باید بازگشت مسیح رو سرعت بخشید. این آقای پامپیو با نتانیاهو و شیخ محمد در عربستان ملاقات داشتند. دو تا بمب‌افکن استراتژیک B-52 بلافاصله رفتن به جنوب خلیج فارس. یک ناو هواپیمابر USS Nimitz که یک گروه 12 تا 24 تا ناوچه دورش هستند، اینا دارن میرن به خلیج فارس. خب این اقدامات میتونه یه پیامی باشه برای قدرت نمایی، به نمایش گذاشتن قدرت آمریکا، و یا میتونه زمینه باشه برای درگیری نظامی. رابرت هاوس که رئیس شورای روابط خارجیه تو آمریکا توی یه دونه گفتگوی تلویزیونی میگه محتمل ترین سناریو در مورد درگیری نظامی با ایران بدین نحو اجرا خواهد شد: یک، اسرائیل به یک سری از تأسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های موشکی ایران حمله می‌کند. پس از حمله اسرائیل، نیروهای آمریکا و چند کشور متفق اعلام آماده باش نظامی می‌کنند. سپس آمریکا به ایران هشدار می‌دهد که اگر عکس‌العمل نشان بدهد، آنان نیز وارد جنگ خواهند شد. خب با توجه به موقعیت متزلزل ترامپ، شکست انتخاباتی، به نظر میرسه که این امکان پذیرترین احتمال و نزدیکترین سناریو به حقیقته. ببینید، اندیشکده آگاهی و شناخت ترور جنایتکاران متخصص ایرانی رو محکوم میکنه. رژیم ضد مردمی آخوندی که قادر به نگهداری از شهروندان ایرانی نیست، به زودی به وسیله ملت ایران روانه زباله‌دانی تاریخ میشه. ولی رژیم ضد انسانی صهیونیست باید حساب رژیم رو از ملت جدا کنه و بدونه که اعمال تروریستی و ضد مردمیش در ایران بدون پیامد نخواهد بود. و پس از برقراری حکومت مردم سالار ملی در ایران، به ملت ایران باید پاسخ بده. سپاسگزارم. ممنونم از شما. اجازه بدید من یک جوکی بگم که حقیقت کامله و چون روز جمعه است. من 30 و چند سالی که تو آمریکا هستم و از چند سال پیش دوستان ایرانی همیشه فصل آلبالو که میشد میگفتن که ما داریم میریم باغ باقر آلبالو بچینیم. ما فکر میکردیم چون در منطقه دمسکوس یا دمشق مریلند هست، یه شخصی مثلا مال سوریه اینها اونجا باغ درست کرده. امسال فرصتی شد سر راه پنسیلوانیا، من رفتم اونجا و دیدم همین کلمه فامیلی آقای رابرت باور که شما گفتید، این خیابونه اسمش باور هست. من چون آلمان بودم و کلمه باور یعنی همون معمار سازنده اینها،
گفتم بابا این باور نیست، بهش میگن باور. حالا این آقای رابرت هم شما از این به بعد بهش بگین رابرت باور. آقای لادن، امروز من یه مقاله خوندم، اگه اجازه بدین درباره این یه سوالی از شما بکنم، چون میدونید که آقای دکتر محمد ملکی هم درگذشت و من یه مشکل بزرگی دارم با این فرهیختگان که زمان انقلاب، شما یکی از اونایی بودید که میگید من زمان انقلاب باورم این بوده، رفتم دنبالش، ولی اینها انقلاب رو دزدیدن، اینجور اونجور پاشم وایستادید. بعضی از این دوستان مثلا آقای محمد ملکی میگه من به خاطر اون یه رأیی که دادم باید منو حاضرم محاکمه. من هرچی فکر میکنم آخه چه محاکمه ای؟ کدوم دادگاه بیاد بگه شما رأی دادید؟ خب چه کارتون باید بکنید؟ پس اینا یه تعارفی بیش نیست. یه مقاله ای امروز دیدم، گویا نبود، یه جای دیگه بود، فکر کنم مقاله جماران چیزی بود، آقای هوشنگ ابتهاج، من شعرهای ایشون رو خیلی دوست دارم. بعد ایشون یه جایی گفته بوده که امام از اهالی آفتاب بود. بعد حتی تعریف میکنه توی این نوشته که یکی از دوستان ما رفت به دیدن امام و آمد گفت چشماش اینجوری بود فلان. این به اصطلاح بت‌سازی رو که چه یه عده درباره شاه این کار کردن، یه عده درباره خمینی این کار کردن، الان درباره خامنه‌ای این کار میکنن، حتی درباره رضا پهلوی این کار میکنن، این رو شما چگونه میبینید؟ چه ضعفی توی ملت ما هست؟ و اگر بین مردم عادی هست خب یه چیز نرماله، چون الان میدونید طرفدار ترامپ همه مردم عامی و به اصطلاح کم سواد و اینها هستن، ولی چرا توی فرهیختگان ما آقای ابتهاجی که خودش بعدن توی زندان بوده، شعری رو که میخوندن یکی از زندانی ها میاد میگه آقا این شعر عجب قشنگه، میگه من شروع کردم گریه کردن، گفتم این شعر رو خود من به اصطلاح سرودم. نظرتون رو کلن در این مورد اگر بگید ممنون میشم. حتما پرسشی بسیار بسیار مهمیه و ما باید هر کدوم این پرسش از خودمون بکنیم، دربارش فکر کنیم و پاسخ بدیم. من میخوام به دو تا اشاره شما یه مطلبی رو بیان کنم. اول اینکه راجب این که چرا فرهیختگان، ببینید از اینکه روشن فکران و کنشگرانمون فریب خوردن زیاد تعجب نباید بکنید. کمدانی در رگ و پوست ما مانند خون و اکسیژن جریان داره و مردم عادی و غیر عادی نداره. ما هممون زاییده همون فرهنگیم و هممون تمام اون گرفتاری ها رو داریم. شما یه نگاهی بکنیم به این 40 سال گذشته و اتفاقاتی که افتاده، سازمان هایی که به وجود اومده و همه یکی پس از دیگری با ناکامی و شکست روبرو شدن، علتش همون مشکل فرهنگی و علتش کمدانی ماست. اینو واقعا نتعارف بکنیم، نه سرمون خودمون کلا بذاریم. ما هممون گرفتار این هستیم. گفتم دو تا موضوع. موضوع دوم اینه که مانند میلیون ها ایرانی به چند دلیل در انقلاب شرکت کردم. استقلال سیاسی و اقتصادی ایران، برقراری جامعه مدنی، رهایی از حکومت خودکامه خداسالار شاه، شرکت در تعیین سرنوشت خودمون. این دلایلی بود که من و میدونم خیلی ها شبیه من شرکت کردن در انقلاب. درسته خیلی هم شرکت کردن بدون اینکه فقط دنبال رو بودن، ولی یه تفاوتی اینجا هست. من بلافاصله پس از اینکه خمینی بازگشت به ایران و رفت تو بهشت زهرا و سخنرانی کرد و صحبتاش 180 درجه با گفتهاش در پاریس متفاوت بود، من اعتراض کردم. یه عده رو دعوت کردم به دفتر کارم و این گفتهای خمینی در پاریس، گفتهای خمینی در بهشت زهرا رو، اینایی که با هم دیگه 100% مغایر بود، گذاشتم روی کاغذ. اینا رو کپی کردم، به هر کدوم یکی دادم. داستان رو نمیخوام کشش بدم. اومدن فرداش منو بردن توی کمیته محل و بعدم بردن زندان قصر و توی سلول انفرادی منتظر اعدام. ولی منظورم از
بیان این موضوع یه چیز ویژه‌ایه که اولا این که من هیچ وقت همچون شما اشاره کردیم کوتاه نیومدم که من در انقلاب شرکت کردم و علتش این بوده، ولی بلافاصله وقتی فهمیدم که این آقا شارلاتانه اعتراض کردم و جریمش هم دادم، تمام زندگیمو گرفتن و مدت ها توی خط اعدامی ها بودم و بعدم لخت پتی از ایران اومدم بیرون. من برای زنده یاد محمد ملکی احترام قائلم، برای اینکه این آقا این شعور و شهامت رو داشت که 7 سال پیش این مطلب رو بنویسه. چند خط براتون میخونم، همونیه که شما بهش اشاره کردی. میگه من به عنوان یک ایرانی که در فروردین 58 به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادم، احساس میکنم به اندازه همان یک رأی به آنچه در این 35 سال بر شما گذشته مسئولم و حاضرم در یک دادگاه مردمی که هیئت منصفه آن کسانی هستند که به دلیل سن و سال یا هر دلیل دیگر به جمهوری اسلامی رأی نداده اند به محاکمه کشیده شود. ببینید این از این نظر مهمه، اینی که شما اشاره کردین خب چه دادگاهی چه جوری چی، اون قسمت مهمه، ولی نه به اندازه این عمل، اندازه این بیان. داره میگه آقا من گول خوردم، من فکر کردم، و اینو در ادامه میگه، میگه من فکر کردم که یه آدم 80 ساله معمم دروغ نمیگه، شارلاتان نیست. خب ما تا اون موقع که جمهوری اسلامی رو ندیده بودیم که آخوندهایی که بیان سوار کار بشن به این صورت رو نمیشناختیم، نه اینکه نبود، ما به خاطر کمدانیمون نمیشناختیم. اگر نه خمینی 7 سال پیش از انقلاب در کتابش این همه این مسائل گفته که میخواد چه بساطی رو سر ایران بیاره. و اما این آقا که اشاره کردن، آقای ملکی به رأی دادن، من توی زندان، توی سلول انفرادی در خط اعدامی ها بودم تو زندان قصر، مسئول بند اومد و یه چیز آورد برای رأی دادن پیش من. مسئول بند اسمش بود محمد ستوده که یه مجاهد بود و داستان ایشون هم جالبه، 4 تا برادر بودن، فامیلشون ستوده بود و توی زمان شاه هر 4 تاشون توی زندان قصر زندانی بودن و شاه یکیشون رو اعدام کرده بود، 3 تاشون هنوز تو زندان بودن موقعی که انقلاب شد. پس از انقلاب این 3 تا برادر هر کدومشون رئیس یک بند زندان شده بودن و این محمد ستوده رئیس بند زندان بخشی بود که من بودم. اومد پیش من که رأی بده. گفتم یعنی چی رأی بده؟ من اسیر و زندانیم، رأی دادن مال شخص آزاده، من به جمهوری اسلامی رأی نمیدم و رأی ندادم. سپاسگزارم. ممنونم از شما. با اون قسمت شما میگید آقای ملکی با این کارش اعتراف کرده که ما فریب خوردیم، ولی معمولا کسی که فریب میخوره فریب دهنده و فریب کار رو میبره دادگاه، نه خودش رو. میدونم شما میخوان بگید که اینجوری خواسته اینو به اصطلاح برملا کنه و بزرگ کنه. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم شما محبتتون و لطفتون به ما بیشتر باشه و با ما بیشتر باشید. قایبتون اثر کرده رو ما. خیلی ممنون آقای لادن. سپاسگزارم. امیدوارم که همگی به زودی از شر ویروس ترامپ و کرونا راحت بشید. خیلی ممنون. با آمدن واکسین بایدن من اینو میگم دوستانی که طرفدار ترامپ خیلی ناراحت میشن. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودین. در حین برنامه مشخصات وبسایت ایشون، فیسبوکشون، راه تماس از طریق واتساپ و همه اینها رو نوشتیم. اگر کسی مایل هست که در تماس باشه با آقای لادن یا دوستانشون، میتونن از این طریق با ایشون تماس بگیرن. خیلی ممنون از ایشون که میان و با ما هستن. ممنون از شماها که با ما بودید و اجازه بدید من
تشکر کنم از آقای ارشاد، چون چند دقیقه هم از وقت ایشون رو گرفتیم. بریم با هم برنامه های آقای ارشاد رو ببینیم و این برنامه ها همونجوری که در برنامه خودم هم گفتم تکرار و بازپخش میشه تا روزی که باز ما با برنامه زنده با شما باشیم. آقای اکبری الان دیدم اینجا نوشتن بعد از آریل شارون سیاست کثیف او همچنان بدون کم و کاست دنبال شده تا امروز و نتانیاهو دنبال روی سیاست شارون است. شارون همون چاق زشته بود که آخرش هم تو کما بود، نه چند مدت اصلا دیگه احوالش هم نپرسیدن، روزی هم که مرد فکر کنم بیخبر رفتن خاکش کردن اگه هنوز زنده نباشه. در صورت دوستان ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم به دوستان خودتونم معرفی کنید و مهمتر از همه چیز حمایت کنید تا بتونیم این به اصطلاح سکوی ارتباطی و آگاهی رو با شما داشته باشیم و نگه داریم. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.